بله با شما هستیم. بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظار شما باشد. جمعه هست، 13 ماه نوامبر سال 2020 میلادی، برابر با 23 آبان ماه 1399. آبان هم آمد و در حال رفتن هست و متاسفانه خاطره تلخ آبان پارسال که مردم ایران به خاطر گرونی و اون خبری که دولت درباره گرون شدن بنزین و قیمت سه برابری داده بود به خیابان‌ها آمدن و بار دیگه حکومت دیکتاتور ایران، آخوندها و شیخها مردم رو قلع و قمع کردن و متاسفانه هیچ دستگاهی، هیچ به اصطلاح جایی نیست که این مردم صدای خودشون رو به گوش اونها برسونن. خوشبختانه امروز ساعت 3:30 با آقای امیر حسین لادن هستیم که ببینیم چرا اپوزیسیون طی 40 سال گذشته موفق به برکناری حکومت خداسالار مذهبی نشده و نتوانسته آن را با حکومت مردم سالار جایگزین کنه. و اما 10 روز از انتخابات آمریکا که در 3 نوامبر انجام شد میگذره. اجازه بدیم من یه لینک بذارم اینجا برای دوستان، برای ویدیوهای به اصطلاح تلویزیون مردم و برنامه‌های من در یوتیوب، هر وقت وقت داشتید بشینید تماشا کنید، اگر سوالی، پرسشی، نظری هم داشتید بپرسید، بدونیم جواب میدیم، ندونیم میگیم نمیدونیم، میریم دنبالش و نخواهیم هم جواب بدیم میگیم که ما نمیخوایم جواب بدیم، هیچ تعارفی با هیچ کس نداریم. و اما دوستانی که اینجا هستند لطف کنید بگید که صدا و تصویر ما چگونه است. ما در قسمت مردم تیوی فقط صدا رو داریم پخش میکنیم و یک عکس گذاشتیم، چون یه اشکال کوچولو انقدی پیش اومده که فردا قرار هست اون رو برطرف کنیم. برگردیم به انتخابات آمریکا و شامورتی بازی های ترامپ و شارلاتان های همدستش. شکافی در بین فرزندان ناخلفش افتاده، اون دخترش رو میدونید خیلی دوست داره، حالا از نظرهای خیلی بد هم دوست داره، و دخترش و دامادش میگن آقا تو باختی بذار بریم وا بده. اون دوتا پسر احمقش که همیشه مفتخور بودن و اینها حالا فکر میکنن یک کاری پیدا کردن که کار نمیکنن و درآمد دارن، اونها ولکن نیستن، میگن که باید بریم تو خیابون و بجنگیم و اینها. آخه نه که باباشون خیلی اهل جنگ بوده رفته ویتنام، این دوتا هم جنگجو بار اومده. و فردا هم قرار در واشنگتن و جاهای دیگه به اصطلاح تظاهرات راهپیمایی باشه، همونجوری که شنبه هفته قبل پس از اعلام نتایج آرا و شمردن آرا مردم خوشحال به خیابون ها ریخته بودن و خب میشه حد زد دموکرات ها بودن، خیلی هاشون هم ریپابلیک بودن دوستان، سازمان هایی درست شد که آمدن گفتن این کلک زده، این ریپابلیک نیست، این یه چیز جدید مندرآوردیه. اونها هم آمدن از برنده شدن جو بایدن خوشحال بودن و من ندیدم جایی هم اشکالی پیش بیاد به اصطلاح بی نظمی شده باشه و اینها. فردا قرار طرفداران ترامپ بیان، احتمالاً با اسلحه و توپ و تانک و اینها میان، ببینیم چه خواهد شد. خانم شیدا شیرازی عزیز، من هم به شما سلام میکنم، ممنونم از شما که با ما هستید. آقای اکبری نازنین همشهری میگه که فیسبوک ایتس اوکی، ولی کارگردان فنی ما چند سال، سعید جان تو لطف میکنی به تلویزیون مردم، میگه که ایمیج اند ساوند، یعنی تصویر و صدا خوبه، خیلی هم خوب، متشکر و ممنونم. و اما این آقای اکبری یک عکسی گذاشته بود از سپاه دانش در یه دهی در استان فارس، گفتم خب آقا اسمش مینوشتی، این والا این دیواری که من دیدم مثل دیوار مثل دیوار ساواک بود تو خیابون زند، و دیوار اینجوری و تو ده و این سرسره بلند و حالا اون توپ پلاستیکی ها اینا دونه 5000 بود،
ما می خریدیم بازی می کردیم، یه همسایه چاقو می زد دوباره باید بچه ها یک قرون یک قرون جمع می کردیم می رفتیم این توپا رو می خرید. خلاصه این توپ و اون لباس بچه ها و اون لباس خود همون سپاهی ها اونا یه جورایی بو می داد. آمریکایی ها میگن فیشیه، فیشی یعنی همون بوی بد. با وجودی که آدم ماهی رو دوست داره میخوره ولی بوی ماهی بده. در هر صورت نوشتم آقا این که این دیوارشو این سرسرشو این توپش از مدرسه شهرهای شیراز و استان فارس هم بهتر بود. این ده کجاست؟ آقای اکبری هم خب همیشه صادقانه نوشته والا چه میدونم چی بگم. خب اینم از این. و برنامه قبلی داشتیم با خانم زهرا معینی از آلمان، ایشون یکی از جدا شده های سازمان مجاهدین هست و خیلی نزدیک بوده با مریم رجوی، و اگر ویدیوهای ایشون رو تا کنون ندیدید حتما به صفحه فیسبوک کانون آوا یا یوتیوب کانون آوا سر بزنید. اصلا یه جایی هست به نام آوا AAWAXEX مجاهدین. این کلمه X برای چی استند میکنه؟ چون من یادم یکی از دوستان طلاق گرفته بود برای خانمش نوشته بود X wife، اون بهش نوشت بی سواد X wife که با X نمی نویسن EX می نویسن. اونا سر نوشتن همسر قبلی هم به اصطلاح اشکال پیدا کردن. دوستان واقعا اگر قرار کسی جدا بشه از زنش، دوستش، شریکش، خانوادهش، سعی کنین اون جدا شدن هم با نمیشه با دوستی باشه ولی دیگه با دشمنی و خصومت و بکش بکش نباشه. این هم از این ماجرا. و اما تأثیر انتخابات آمریکا بر ایران و ایرانی ها. دوستان وقتی من میگم ایران و ایرانی ها منظورم این فیسبوک نیست. آقا این فیسبوک واقعا همون فیک بوغه، یعنی بوغ قلابی. اصلا یه چیزای مزخرفی می نویسن، طرف می نویسه که نمیدونم آرا مرده ها رأی دادن برای که جو بایدن هم خودش مردن. گیرم که مرده ها رأی دادن، جو بایدن هم مرده است. خب احمقا، یه مش مرده و یه مرده به شما ها که پیروز شدن، شما هم خریت سازمان مجاهدینی می کنید که میگه این پیرزن ها و پیرمرد ها سپاه قدس هستن. هر کی نگاه میکنه میگه خب اگه اینا سپاه قدس هستن تو چقدر خاک بر سری، تو چقدر عقب افتاده ای، تو چقدر ضعیفی که حریف اینا نمیشی. در هر صورت اونایی که اهل منطق هستن سیستم انتخابات آمریکا بو میده، باید درستش کنن. سیستم آمریکا جایی که آلاسکا 3 نفر میتونه رای بده به عنوان الکترال کالج و توی آریزونا فکر کنم 11 نفر، توی ویرجینیا 13 نفر یا 11 نفر، این خیلی مسخره است. یعنی اونجاها مثلا هر 1000 نفری یه رأی داره، بعد اینجا هر 500000 نفری رأی داره. اصلا علکیه، بی خود، نشون دهنده یا منعکس کننده خواست اصلی مردم نیست. تازه هنوز دارن رأی رو میشمارن. این برای اونایی که مثل آقای چمنارا گفت رأی من کو؟ گفتم آقا شما رأی دادی؟ گفت نه آقا این سیمبالیکه. گفتم آقا سیمبالیک و سیمبالیک یعنی چی؟ مسخره در آوردی؟ مثل شما برید پیه فروشگاه بعد بیای بیرون بگی ماشین من کو؟ طرف بهت میگه کجا پارک کردی؟ میگه من اصلا ماشین ندارم. خب میخندن ازت، مسخرت میکنن. در هر صورت هنوز دارن آرا یا رأی ها رو میشمارن، چون طبق قانون رأی ها رو گفتن تا فلان روز میتونید پست کنید، تا فلان روز به دست ما میرسه، ما هم میشینیم یکی یکی با دقت میشماریم. و تا امروز صبح هنوز حتی یک دونه پرونده که بتونه این خانواده عریض و طویل ترامپ و این شالاتان های دور برش و این دروغوهای اطرافش یک دونه پرونده ببرن دادگاه بگن آقا ما اون روز سوربی رو دیدیم که رأی آقای محبی رو هم دزدیده بود برد نوشت بایدن، هنوز ندارن. و یکی گفته بود ساعت 3 شب، اتفاقا اینو فکر کنم سعید نوشته بود، ساعت 3 شب از یه جای رد شدم دیدم یه نفر، حالا یا یه خانم یا یه نفر، 300 تا رأی آورد ریخت تو صندوق. طرف میگه اولا 3 شب شما بیرون چیکار میکردی؟ دوم من چجوری دیدی 300 تاست؟ سوم من از کجا فهمیدی این مال بایدن؟ شاید
دوستای ترامپ این کار کردن، چون ترامپ شالاتان بود که به دوستاش گفت دوبار و سه بار و چند بار رای بدین، اون بود که تشویق کرد به اصطلاح رای گیری به راه خطا بره. ولی مردم ناراضیان، چهار سال بهشون بی احترامی شده، دروغ گفتن، اصلا پاسپورت آمریکایی دیگه، عجب ما بدبختیم، ما ایران دنیا اومدیم پاسپورتون اینجوری بی ارزش شده، آمریکا اومدیم پناهجو شدیم و پناهنده شدیم اینجوری باز پاسپورتمون داغون شده. در هر صورت مردم خسته شدن، به اینجاشون رسیده بود و آمدن 75 میلیون، بیش از 75 میلیون، چون هنوز دارن میشمارن، به بایدن رای دادن و 71.2 میلیون، یه چیزی حدود 5 میلیون اختلافه، به ترامپ رای دادن. این تو تاریخ آمریکا بی سابقه است. اینو باید کردیت و اعتبارشو بدیم به کی؟ به ترامپ. خب آقا اگه یک کار خوب انجام شده باید بگیم، ولی این مثل چی میمونه؟ مثل این مونه که من بیام بگم دوستان اینجا شبای ماشینای میان تون میرن و اینا، بیایم نگهبانی بدیم، اگه تون میرن چراغ قوه بزنیم بگیم یواش برن، هیچ که نیاد. بعد یه دو سه شب بگذره یه دزدی بیاد همه خونه ها رو دزدی کنه، شیشه ها رو بشکنه، یا همون ماشینی که من گفتم بیان به جایی که حالا تون میرن شیشه ها رو بشکنن، اون وقت همه بیان بیرون وایسن شب تا صبح. خب درسته همه آمدن بیرون، ولی همه نیومدن برای همکاری، همه از زدیت با این آدم خاطی آمدن بیرون. و الان اینجوری شده 175 تا، بگو حالا 71 دو تا، 145 میلیون هنوز در تاریخ 200 و چند ساله آمریکا به اصطلاح اتفاق نیفتاده. خب همینایی که مزخرف می‌نویسن، یکی نوشته و تنها باری که همچین اتفاق افتاده 280 سال پیش بوده. اصلا نمیدونه که آمریکا 1776 بوده، 1776 26 تا 4 تا 24 تا 200 تا 240 خورده سالش. اصلا اینا رو نمیدونن، همینجوری مینویسن. اتفاقا دیدم آقای سعید نوشته سوری بلند شو بیا مثل من پاسپورت مکزیکی بگیر، اسمت هم رو بکن هولیو، تمام دنیا ویزا داری. من که آسکر بهم میگن، اسکار، آسکار دو لارنتو، یکیش بود بوکسور بود، یکیش هم بود بوتیکدار و تو کارهای چیز بود، آسکر دلهو یا یه چیزای اینجوری بود. آره بد نیست، اتفاقا قیافه ما به مکزیکیا میخوره، یه سیبیل بزنیم بیکارمون درسته. خب تأثیر انتخابات آمریکا بر ایران و ایرانی ها چی بوده؟ اگه نظری دارید بنویسید میخونم. بله میگه که برنامه را منتشر کردم، خیلی ممنون خانم شیرازی. من از دوستان دیگه هم میخوام که این لطف رو به من انجام، به اصطلاح به من بکنن و این کار رو انجام بدن. مرسی، ممنونم، خیلی ممنون که یادمون آوردید. و اما به نظر شما تاثیر انتخابات آمریکا بر ایران و ایرانی‌ها چیه؟ یه چند روز مثل که قیمت دلار پایین اومده بود، باز بازار برگشته و اینها. و آقای بیژن مهر دیدم نوشته بود که دولت ایران مردم رو اینجوری میگم. آقای بیژن مهر، من و شما تو آمریکا هستیم، آیا شما تو بازار استاک مارکت هستی یا نیست؟ آیا شب و روز این ور اون ور نمیان دروغ بهت بگن این استاکو بخر اون استاکو بخر؟ این شما هستی که باید تحقیق کنی، این شما هستی که باید با همسرت، با یه دوستید، با فاینانشال ادوایزر صحبت کنی، بگی آقا من میخوام برم نوشابه نمیدونم چی بخرم. شما یادتونه وقتی این حشیش و اینا داشت آزاد میشد چقدر یه دفعه ملت رفتن استاکای اینا رو خریدن؟ خب خیلی ها الان دارن ضرر میدن، چون اصلا نمیتونه مارکت آمریکا نمیتونه انقدر حشیش تولید کنه، چی میگن الف تولید، تو ایران مثل بهش میگن گل، ماریجوانا، شادونه تولید کنه و فلان، اینا موندن پولاشون رو بردن گذاشتن. این ماشین تسلا بدونی که هیچ تولیدی داشته باشه، دیدید چه پولایی از مردم گرفت؟ حالا برید به دولت بگید، دولت میگه آقا دیوانه ای، این بازار سهامه. حالا درست روحانی آمد گفت که طلا و نمیدونم دلار و اینا رو چیز کنید برید بذارید تو نفت، ولی همون موقعی که داشت میگفت ما اومدیم گفتیم، دیگران اومدن گفتن مسخره است، نفتی که هنوز زیر زمینه اینا میخوان پیش فروش کنن، بعد شما اصلا معلوم نیست دولت بعدی باشی یا نباشی و الی آخر. در صورت این داستان استاک مارکت و اینا یه داستان خیلی بد و پیچیده، مواظب خودتون، مواظب پولتون باشید. و اما کرونا بیداد میکند، چه باید کرد؟ همین الان چند دقیقه پیش خوندم که شهردار نیویورک میخواد از دوشنبه
مدرسه های نیویورک رو تعطیل کنه، یعنی دیگه برن برای به اصطلاح تانکسگیوینگ، روز شکرگزاری 25 نوامبر، برن برای کریسمس و بعدش هم لابد سپرینگ بریک، تعطیلات بهار و اینها. اصلا میخواد بگه آقا این مدرسه بی خیال، خیلی وضع خراب شده. همین تظاهرات خوشحالی مردم هم که میان اونجا و داد میزنن، آواز میخونن و اینها، اینا هم باعث زیاد شدن این ماجرا میشه. و اما من امروز قرار گذاشته بودم با یه دوستی از استرالیا صحبت کنم که به نظرم طرفدار ترامپ میاد. بعد که فکرش کردم گفتم که نه، چه کار داریم مثلا، آقا اون طرفدار ترامپ ما نیست، شما طرفدار ترامپ باش، اون یکی نیست. بعد یه 5-6 دقیقه یک ویدیویی رو دیدم در رابطه با این که اولا دنیا اگر همه یه جوری فکر کنن یه جای زشت و خسته کننده ای میشه. همین تنوع زیباییش اینه که مختلف گوناگون فکر کنیم و اینا متنوع باشه. و میگه بعضیا وقتی که با هم صحبت میکنن به اصطلاح مشکل پیدا میکنن، نمیتونن. اینو بهتون یاد میده که چجوری به اصطلاح اگه یه کسی تندخو هست، بد اخلاقه، مثل این سوربی صداش کتکلفته، شما از صداش میترسی، اینا چجوری باشون تا کنید یا دیل کنید. این هم از این ماجرا. و اما باز هم ایرانی های پناهجو و کشتی های داغون، همین امروز اگه اشتباه نکنم جنازه اون خانواده‌ای که 5 نفر بودن ولی 4 تاشون پیدا شد، بالاخره نمیدونم نفر پنجمی هم پیدا شد، اون هم کشته شده تو دریا غرق شده یا چی. جنازه اینها رو قرار شد که سفارت ایران بفرسته بره ایران، احتمالا خانواده‌شون اونجا بیچاره ها دفنشون کنه. و چند روز هم معطل شده بودن برای پول. این شما باورت میشه سوار هواپیما میخوای بشی میشینی، دو بعد هم خوراکت میدن تا برسی یه جایی، بلیتت میشه $1,000، ولی اگه جنازه تو خواستن بندازن تو اون قطی بذارن اونجا میگه $5,000. ما یه دوستی داشتیم اینجا اوی بنده خدا فوت شد، اون زمانها $5,000. البته یادتون باشه بلیت هواپیما اون وقتا مثلا $1,500 بود، الان بلیت $600-$700. اینم همین رقابت و اینها بازار رو میاره پایین. شاه و اتاق اصناف نمیتونه، شیخ با شلاق نمیتونه. عکس قشنگی گذاشته بود آقای اکبری از دروازه کازرون. من از دروازه کازرون میرفتم میمدم، چون دوستم جعفر معبودی اونجا خونشون بود، بعد میرفتیم بهداشت، میرفتیم استخر بهداشت، زمین بهداشت، بعد میرفتیم فرهنگ‌هنر، اون گلکوب خیابون خاتون بود چی بود نه نمیدونم، اونجا میرفتیم و اینها. دیدم چه عکس قشنگی شما گذاشتین. و این دروازه کازرون اولین باری بود که من دیدم یه نفر رو شلاق زدن و باورتون نمیشه. یه حاجی هم بود که انقلابی هم بود، این دوغ و اینا میفروخ، سبزی فروشی، میوه فروشی بزرگی داشت و اون رو به اصطلاح زدن. و من به خودم گفتم ای داد بیداد که اینا دیگه از شاه هم به اصطلاح کارشون بدتر و اشتباه ها رو از همین الان شروع کردن. اینم از این. آمریکا میگه آقا من این یه چیزو دارم میخوام بفروشم $100. شما میگه آقا فلانجا $30، میگه برو از اونجا بخر. یه دستن میگن اگه جایی قیمت کمتر پیدا کردی بیا به ما نشون بده ما بد میدیم، که اونا معمولا میگه این تریکه این فلان. دیشب نشسته بودم یه دفعه برای من آمد که تلویزیون 55 اینچ پایه که روکو هم توشه، که خود روکو $30 تا $90 پولشه، $148. کجا؟ والمارت. فوری تق 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 زدم، نوشت که out of stock. حالا دیگه اونای دیگه کی بودن که زودتر از من زدن و پیدا کردن بمانه، ولی رفتم تو بست بای دیدم همونو نوشته $399 بوده، الان شده $250. واقعا میارزه. 55 اینچ اینقدره و قد یه صفحه سینما. خلاصه ما خریدیم، حالا قرار فردام بیارن نصبش کنیم خودمون، چون اگه کسی بخواد نصبش کنه $30-$40 حداقل میگیرن، اگر $100 نگیره. و یه دو تا برنامه دیدم طرف نفته نصب کرده بعد افتاده، بعد به طرف میگه خب چرا، گفت من همون دستورش اجرا گفت اگه زدی دیدی این دیوارا اینجا خیلی دیوار نیست، یه چیز مثل کاغذ و گچه، بهش میگن درای وال، یعنی دیوار خشک. و این من یادمه
پدر ما همون اولی که اومده بود آمریکا برداشته بود یه قاب بزنه به دیوال، چکشو برداشته بود زده بود سوراخ، و بعد بهش گفتیم شما دفعه دیگه نمیخواد با یه دونه تن نلبکین حتی میتونی این میخو فشار بدی و بره تو این دیوار. خیلی دیواراشون هم دیوار نیستن. باز هم ایرانی های پناهجو و کشتی های داغون. اونو گفتم از طرفی یک کشتی از ترکیه را میفته، این قایق نبوده، یک کمی بزرگتر بوده، میشه بهش بگی یک کشتی را میفته از ترکیه بره ایتالیا، از ترکیه به ایتالیا با این دریا و فلان اینا 5 روز 6 روز طول میکشه و اینا هیچ وسیله ای نداشتن. همون روز اول قایقشون خراب میشه، 5 روز سرگردون بدون آب بدون خوراک میمونن تا بعد نجاتشون که میدن نگاه میکنن میبینن ای بابا شمال آفریقا از مصر سر در آوردن. مصر هم اینا رو میگه میده به چیز، مصر هم اینا رو میبره حالا یا دفتر حفاظت داره یا سفارت ایران و اونجا هم چیز میکنن. و خیلی جالبه خبرنگار بی بی سی صحبت میکرد با مادر یکی از اینها که میگفت دخترش و پسرش توی سفارت هستن. ببینید اینجاست که بعضی وقتا آدم میگه اینا دروغ میگن. شما اگه دختر و پسرت توی کلانتری باشن تماس باشون بگیری، دخترت بگه میخواستن پولمو ازم بگیرن، پسرت بگه ما را اذیت میکنن، شما میای زنگ میزنی به تلویزیون مردم میگی که دختر پسرتو گرفتن اذیت میکنن که اونا بیشتر اذیتش کنن؟ مگه چند تا خواهر برادر هستن تو این جمعی که تو کشتی بودن؟ خب طرف میگه تو بودی با مادرت صحبت کردی. من نمیدونم، مثل که ما مشنگ شدیم، خل شدیم. میدونی طرف بچه‌شو میگیرن میگن اگه حرف زدی ما بچه‌تو مثلا، تازه میگن اگه حرف زدی بچه‌تو میگیریم، بچه‌ش هنوز نگرفتن. اون وقت این میگه بچه‌شون دست سفارت جمهوری اسلامیه. بعد من نمیدونم اینا اگه بدون پاسپورت از ایران خارج شده باشن خودش اولین جرم دولتیه، نه فقط ایران آخوندی، نه فقط ایران شاهی، هر کشوری شما تبعه اونجا باشی اون کشور رو بدون پاسپورت ول کنی بری بیرون یه چیزی بهت میچسبونن، میگن این یه مرضی داشته که اینجوریه. آقای اکبری میگه زمان شاه من بچه بودم، یادمه یک پهلوان معرکه بگیر که آدم کشته بود دار زدن، شلاق که چیزی نیست. بله داشتیم دیگه این میدونای اعدام که داشتیم تو شهرهای مختلف، از همون زمان شاه اومده. من با یکی داشتم صحبت میکردم نقل حجاب و اینا بود، بهش گفتم که شما میدونستید که زمان ساسانیان قبل از اسلام هم تو ایران حجاب بوده؟ گفت آقا این حرفا چیه، مگه میشه؟ گفتم بذار از اونم بریم عقبتر، شما میدونین مسیحیت حجاب داره، کلیمیا حجاب دارن، زرتشتیا حجاب دارن، و این حجاب اصلا یه چیزیش برمیگرده به شرایط اقلیمی آب و هوا و اینا اونجا. شما همین الان نگاه کنید این دوستان افغانی ما همیشه کلا سرشونه، این کلا هم اینجوری پیچیدنش بردن بالا سرد میشه میارنش پایین، نمیدونم یه شال دورشونه، یه جا سردشون میشه میندازن، یه جا میخوان بشینن زیر پاشون سفته میذارن زیر پاشون، یه جا باد و طوفان میاد میکشن جلو صورتشون. این زدیت ندانسته با این اوضاع و احوال اینجوری کارساز نیست. و من بیشتر میخوام همین از آقای لادن سوال کنم چرا این کمپوزیسیون یا اپوزیسیون، چون به بعضیا میگه کمپوزیسیون بدشون میاد، آقا خانم این کمپوزیسیونه، تا حالا فقط کمپوز در کرده. من که نمیگم، آقای حسن ماسالی اولین بار گفت کمپوزیسیون، گفت اینا که اپوزیسیون نیستن، اپوزیسیون گفت ما جوان بودیم رفتیم اسلحه گرفتیم دورش دیدیم برداشتیم رفتیم ایران جنگیدیم و نمیدونم پیروز شدیم، اون میگن اپوزیسیون. حالا این میگه اسم من مخالفه، بعد بهش میگه ببین میگه امشب تولد فلانیه، نمیدونم فردا تولد ننمه، پس فردا تولد فلانی که نشد این میشه کمپوزیشن. اینم از این ماجرا. و اما اون ماجرای ایرانیات، چرا اینا میرن، چرا تحقیق نمیکنن؟ خود من بارها تو ایران که بودم میگفتن از این پاکستان و اینها، بعد من اونجاها رو بلد بودم، میرفتم میمدم اون چابهار رو، نمیدونم سیستان، بلوچستان، بم، کرمان، بندرعباس، بوشهر، شما از بندرعباس و بوشهر اینا با قایق و لنج میبردنت این ور اون ور و
شنیده بودم که خیلی ها رو از اینجا سوار میکنن میگن برو اون زی، هی خودشون چراغ قوه میندازن رو سرشون، آقا مامور اومد، پلیس اومد، تق 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 تق، این بدبختا به لرز و به تب و جیش کنن تو خودشون، از اینجا سوار میشدن اونجا تو چیز ایران میذاشتنشون پایین توی یک به اصطلاح ساحل ایران دوباره. بعدم میگفتن یواش برو، اینم یواش میرفته، صبح که میرسیده یک کسی میدیده میگفته اهلا و سهلا، مرحبا، سلام علیکم، طرف میگه آقا چی میگی، چرا عربی حرف میزنی، دیدن دوباره تو ایرانن. به خاطر همین گفتیم ما نمیریم تا زمانی که بتونیم درست حسابی بریم. آمدیم مثل یه دسته گل، پناهجو، پناهنده، ویزای وایسا بغل نه، پرمننت، دائمی، اقامت دائم، و بعدم سیتیزنشیپ یا شهروندی. ولی یادتون باشه این شهروندی من و شما مثل یه دست نمازه، به یه گوزی باطل میشه. حالا این گوزه رو یه پالیتیشن بکنه، یک کسی خلافی چیزی بکنه، میگیرن ازت میندازنت بیرون. خیلی هی نگین من شهروندم، من سیتیزنم. اینم از و اما بله، نوشتم جنازه 4 عضو خانواده ایران نژاد به ایران ارسال شد. چیزی بیشتر از این نمیدونم، فقط میدونم که چه غم بزرگیه اونا که از بین رفتند و مردند و تموم شد، ولی برای خانوادهشون واقعا صبر آرزو میکنیم. و اما برگردیم به انتخابات آمریکا، ببینیم چی شده، چه خواهد شد، شرایط مختلفش چیه. شرطش اینه که اولا به خاطر اینکه انتخابات آمریکا من مستقیم رأی نمیدم، سعید مستقیم رأی نمیده، ما وقتی رأی دادیم مثل این میمونه که تازه به اون الکترال کالجامون گفتیم من دوست دارم به این. اون نگاه میکنه میبینه ویرجینیا همش نه، اکثریت دموکرات. ویرجینیا دموکرات نیستا، ویرجینیا اون روز هم گفت این کامنولث، این یکی از ایالت ها یا یکی از فرمانداری های تندرو و کانسرواتیو، ولی از دست این رفته به طرف دموکرات. آریزونا به خاطری که این به اون جان مککین توهین کرد، بله شماها درست میگید، مرده ها رأی دادن به بایدن. جان چی بود گفتم، جان مککین، من میونه خوشی با جان مککین نداشتم، چند بارم اینجا دیده بودمش و تو برنامه هم وقتی زنده بود گفتم شیمانیم. یکی از دلایلی که باخت این بود که گفت بام 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 ایران، و یکی دیگه از دلایلش این بود که همون هم نژاد پرست بود. وقتی رفت سرا پیلن آورد، اتفاقا اوباما الان تو کتابش نوشته، کتابی که در 2 نسخه میاد، نسخه اولش فکر کنم این هفته میاد بیرون، 700 خورده صفحه است، و نسخه دومش هم میاد، و تو این گفته که اینا وقتی که این شد رئیس جمهور، اینا به غیرت نداشتهشون برخورد. من هیچ داستانی رو بهتر از این داستانی که آقا فیروز دوست خوبمون تعریف کرد راجع به آمریکا و تشبیهش کرد به یک کادیلاک و اینها، نزدیکتر نمیدونم و بهتر نمیدونم. اینو براتون گفتم، بازم میگم برای اونایی که یادشون رفته یا حالا به ما پیوستن در چند ماه گذشته و این رو نشنیدن. این دوست ما آقا فیروز گفت که این کادیلاک دیدی اون وقتا، که این کادیلاک اصلا کینگ آف دی رود، یعنی رود بوده، یعنی شاه جاده بوده. بعد کدی فقط سفید پوستای پولدار میتونستن بخرن، هنرپیشه ها میتونستن بخرن اینا. بعد خب کهنه میشه، ارزون میشه، اون سفید پوسته میدهتش به نوش، اون میده به اون اینا، بعد شروع میشه داغون شدن. 30-40 سال که ازش میگذره زنگ میزنه، لاستیکش اینجوری میشه، ریمش زشت میشه، سقفش پاره میشه و اینها. گفت حالا یه سیاه‌پوست اینو میخره، میاد میره تو جانکیار، اسقاطی میگفتن، میره تو جانکیار 4 تا تایر میخره کروم، ریم برق میزنه، نمیدونم اینجاش اونجوری میکنه، رنگ عجیب غریب بهش میزنه، جلو شیشهش 2 تا از این تاس مال مال تخت و اینا بازی میکنن، آویزون میکنه. و بعد گفت که حالا این کادیلاکه که چون ارزون بوده، چون کهنه بوده، این سیاپود ستتونسه بخره، هنوزم وقتی این داره رانندگی میکنه، اون سفید پوستی که وای میسه و یادش میاد باباش کادیلاک داشته، پدر بزرگش کادیلاک داشته، این رو که میبینه حسودیش میشه.
و میخواد اینو از دست این بگیره و میاد میگیره و بعد میبینه آقا این دیگه فقط اسمش کادیلاکه. ترامپ این کار کرد، ترامپ آمد گرفت دید آقا این فقط اسمش رئیس جمهوریه. آقا مردک تو چه رئیس جمهوری بودی که 4 سال نتونستی انتخابی رو که خودت سال 2016 گفتی ریگ بوده درستش کنی، 4 سال نتونستی کابینه خودت رو تشکیل بدی، 4 سال نتونستی این باطلاق اینجا رو که گفتی من میرم تمیز میکنم تمیز کنی، به غیر از باطلاق، حالا باطلاق قابل به اصطلاح تحمله، اومدی اینجا رو کردی چاه مسترا، اومدی اینجا رو کردی آبشی، بو گندش همه جا رو گرفته و حالا به کجا رسیده؟ 8 روزه کسی که اگر حرف نمیزد 2 ساعت دیدی؟ وایستادن میزنه تو سینه این و اون میاد جلو میخواد حرف بزن. 8 روزه شما یک کلمه حرف از این نشنیدید. 2 روز پیش که اینجا چهارشنبه بوده و روز بزرگ داشته اونهایی بوده که رفتن جنگ، یا سربازا یا کسایی که خدمت کردن برای آمریکا، این چون کی بود؟ 2 سال پیش بود، رفته بود فرانسه، بارونی بوده، گفته بود موهام خراب میشه، نرفته بود اینا. امروز اومد، 2 روز پیش بارونم بود اینجا، همینجور زیر بارون اومد رفت اونجا، دستش هم زد به گل و راش کشید، دومش گذاشت لای پاشو رفت، چون امید داشت که حالا مردم بگن که بله 71 میلیون رای دادیم، حالا میریم دنبالش فلان اینها. بعد دید یکی یکی حتی افراد نابکاری مثل لینزی گرام که اینو بهش میگن بچ، یه نفر لینک صحبت لینزی گرام و سال 2016 بذاره، مال مایک روبیو رو بذاره، که اینا همشون گفتن این ترامپ جاکشه، ترامپ زنبازه، ترامپ قمارباز نیست، شالاتانه، ترامپ چنین و چنان. بعد یکی پس از دیگری این تد کروز مادر به خطا که اگر این ترامپ بگه زنتم بیار امشب براش میبره و بهش گفت زنت آگلیه، زشته، نمیدونم پدرت جان اف کندی رو کشته، ببینید الان چجوری برای اینکه بتونه رای بیاره. حالا خب رای آوردن، انتخاب شدن، ولی الان نگرانن. نگران کجا؟ این برای اونایی که هی میگن دموکرات ها تقلب کردن. آقا خانم اگه دموکرات ها تقلب کردن، خب میمدن یه بارگی تقلب میکردن، سنارم در دست میگرفتن که دیگه بگن اگر قبول شد که چه فبه ها، چه خوب شد، اگرم نشد خوب نشد. چرا اینجوری الان 2 تا نماینده مجلس سنا همینجوری معلق بمونه تا جانواری 5 ژانویه دوباره اینجا بهش میگن ران آف، من که مثل اشتباهی میگفتم ریران، ران آف یعنی دوباره باید بیان رای گیری کنن تا معلوم بشه که دموکرات ها میگیرن یا اون. و فکر کنم الان مطمئن نیستم اگه این دوتا هم بگیرن میشه دست سنا، یا اگه یکی و یکی بگیره مساوی میشن، اینقدر شماره هست دیگه آدم یادش میره. ولی یه حسنی که داره و الان چون پرزیدنت الکت یعنی رئیس جمهور آینده یا رئیس جمهور سال 2021 آقای بایدن شده، اون معاونش هم این خانم کامالا هاریس هست، اگه اینا مساوی بشن بازم انگار دموکرات ها مجلس دارن، چون هر جا 50-50 بشه این کامالا هاریس میره اونجا که به اصطلاح بریک د تای، یعنی این مساوی بودن رو بشکنه، اونجا به نفع اینا میشه، همون جوری که در دوره این شد، در دوره ترامپ و این مرد شلکچی این پنس رفت و یه رای داد به اونها. اجازه بدید من اینو بیارم پایین بینم اگه دوستان چیزی نوشتن. بله، میگن که اشخاص قبل از شما که ارزان تر خریدن از دوستانهای از دوستان و فامیلهای خود فروشگاه هستن که توانستن ارزان تر بخرن. آقای سلیمانی هم میگه درود بر سربی. خیلی ممنون آقای سلیمانی، من از شما ممنونم. من چند روز گذشته چند بار، بذارید یه چی بهتون نشون بدم، امروز صبح گفتم ای داد بیداد، خود منم شدم مثل این آمریکایی که هی تعریف کردم ملت این کارو نکنید، ملت این کارو نکنید، شدیم 4 تلفنی، 4 تا تلفن دارم که برای فیسبوک و نمیدونم برای شرکت های مختلف که کار میکنم و اینها، و چند بار با فیسبوک برنامه گذاشتم، متوجه شدم که آقای سلیمانی میان تماشا میکنن. آقای سلیمانی لطفی هم که میکنه برنامه منو
روی صفحه خودش برای دوستانش شیر میکنه، امیدوارم دردسری بهش نده. بعد دیدم خانم جیلانی میان، دوستان دیگه میان، حالا هم هست برید نگاه کنید توی فیسبوک، بعضی هاشو ور میدارم که خیلی چیز نشه. چون یادمه سعید یه روز یکی شد دید آقا گردنم درد گرفت از بس یه وری نگاه کردم، گفتم والا بلا وقتی من اینو ضبط کردم اینجوری بوده، درست بوده، قطعش که کردم اینجوری شده. و یه راهی داره فیسبوک، اگر میخواین اینجوری بهش میگن لندسکیپ، چیز بهش نمیگن پورتره، نمیگن این پورتره، عکس 3:4 یادتونه میگفتن این پورتره و این لندسکیپ یا این ورتیکال عمودیه، این افقیه. اگه میخواین فیسبوک افقی پخش کنه، شما فیسبوکتون رو باز کنید، لایو رو که زدین تا اینجا اینجوری ها، لایو رو که کلیک دکمش رو زدین هنوز شروع نشده، اینو بچرخونید، این میفهمه. و نشونیش هم اینه که اون چیزا میاد این پایین. برای سعیدم فرستادم که بفهمه بابا شما وقتی یه چیزی میگی من میرم دنبالش و سعی میکنم اشکال رو برطرف کنم. در صورت راجع به فیسبوک و راجع به فیلم و اینها، خب خیلی ها $20، $100، $200 میدن یه دوربین میگیرن، دوربینایی هست دش کم، میذارن روی داشبورد ماشینشون یا به شیشه میچسبونن، فیلم برداری میکنه. خیلی هاش هم هست که شما میتونی تنظیمات شد جوری انجام بدی که هر بار که ماشین رو روشن میکنی این روشن بشه، خاموش که میکنی خاموش بشه، و هر بار اگر رسید به آخر مموری یا رسید به آخر نوار دیگه نواری وجود نداره، برگرده دوباره از اول ضبط کنه. این حسنش چیه؟ شما 10 روز رانندگی میکنی هیچ اتفاقی نمیفته، روز 11 یه نفر میاد میپیچه جلو شما میخواد بره تو اگزیت. از این الاغا زیاد داریم که به جایی که 1 مایل بره پایین تر سالم دور بزنه بیاد، هم خودشو به خطر میندازه، هم ماشینشو میزنه به این وره جرزی وال و به این وره مثلا فندر شما، اون گلگیر شما، و میره. این شما اون موقع که زد بهتون میگید اوه شت، ترمز میزنید، حواستون نیست شمارهشو بخونید. اگرم بخوای بخونی نمیتونی، اگرم خوندی نمیتونی یادت باشه، ولی برمیگردی این دوربینه رو برمیگردونی نگاه میکنی فریز میکنی، هوپفولی امیدوارم که بتونی شماره رو پیدا کنی، بعد میتونی همونو مستند قرار بدی برای بیمه خودت، مستند قرار بدی برای شرکت، برای پلیس، و گزارش کنی. این یک. حالا بعضی وقتا من این دوربین رو برمیدارم، این تلفن رو برمیدارم به عنوان دوربین دش از استفاده میکنم، اینا نیم ساعت بیشتر ضبط نمیکنه، مگر اینکه شما رفته باشی از این 16 گیگابایت و اینا کرده باشی 32 64 128 و اینها، و کیفیتش اتفاقا خیلی خوبه اینا. و اشکالش اینه که اگه بنده تصادف کردم ماشین آتیش گرفت دوربین شکست و اینا، تموم شده رفته، ولی وقتی من دارم با فیسبوک میفرسم، خانم جیلانی تو فرانسه میبینه، دوستمون تو آمریکا میبینه، تو آلمان میبینه، اگه یه اتفاقی افتاد ماشین نابود شد سوربی مرد و اینا، این فیلم رو فیسبوک میمونه، بعدن همسر من، دختر من، فامیل شما میتونه بره ویدیوتون رو نگاه کنه و بالاخره آخرین لحظه زندگیتونم در حال پخش کردن و در حال به اصطلاح برادکستینگ بودید. اینم این ماجرا که من فکر میکنم اگه جایی باشید که دوربینتون اجازه، به اصطلاح تلفنتون اجازه بده سرویس تلفنتون مجانی باشه، با فیسبوک بفرستید بهتره. ولی یادتون باشه یه وقت یکی زنگ میزنه، حرفی میزنید، اینا اونا هم دارن صداتون رو میشنون. هر چیزی تو زندگی اینجا میگن take and give، یعنی خوبی داره بدی داره، معایب و محاسنی داره، معایب و محاسنش میارید مینویسید، هر کدومش بیشتر بود و بهتر بود اونو انجام میدین. خب بازم ممنون از شما دوستانی که اینجا هستید. میگه که ببینیم برامون چی فرستادن دوستان اینجا، و بله همون تو برنامه قبلی راجع به اعتراضات آبان بود که چه ربطی به مجاهدین داره، این مجاهدین اول میشینن بعد که مردم میان تو خیابون میگن اینا محض ما اومدن، یکی بگه آقا اگه محض شما اومدن پیشکشتون، دفعه دیگه هم بگید محض شما بیان بیرون، بعدم خودتونم بگید ما میایم، برید دیگه. شما مثل حقا که گفت من میام و بعد گفت نه آقا خیلی خطر داره نمیرم. اتفاقا چند هفته پیش با این آقای حقا صحبت میکردم، گفت من وای میسم، ترامپ که برنده شد جمهوری اسلامی را از بین برد، اون وقت میام آمریکا.
گفتم خب آقا اون وقت میای آمریکا چیکار، اون وقت برو ایران، بعدم تو نشستی ترامپ اینا رو از بین ببره، اگه مهمون ماهی تازه دل باش. بله، مریم قجر از کدام شورشگرها صحبت میکنه؟ اینا در رابطه با برنامه یه چیز هست، اونجا برید ببینید. ولی کار ما میاد اینجا اروپا، میگه تهدید لهستان و مجارستان به وتوی بودجه اروپا اتحاد جماهیر شوروی دوم ایجاد نکنید. این اتحاد به اصطلاح اتحادیه اروپا مثل همین United State of America، همین آقای شالاتن حالا به جایی که بیاد، حالا که دیگه باخته، بگه من چندین ماه این ماجرای کووید یا کرونا رو پشت گوش انداختم، 240,000 آمریکایی مردن، در صورتی که قاره آفریقا 40,000 نفر مردن، ولی آمریکا 240,000 نفر مردن. چرا؟ آفریقا برای که اون ماجرای ایبولا تجربه داشت، میدونست شوخی بردار نیست، مثل اینجا نبود یه عده نادان بگن این دسیسه است، این احمق شارلاتان ترامپ هم بیاد بگه اینو چین درست کرده. بله، اگه چین هم درست کرده، امروز اینجا شما باید امروز باهاش به اصطلاح بتونی مبارزه کنی، از بین ببریش، که هنوز تا هنوزه این ماسک زدن و ماسک نزدن شده این که نمیدونم اون قویه اون ضعیفه. آقا من ضعیف هستم، ماسک میزنم، شما که قوی هستی برو کرونا بگیر بمیر. اینم از این ماجرا. لهستان و مجارستان به بودجه اروپا اعتراض کردن و گفتن کاری نکنید که اتحادیه اروپا بشه اتحاد جماهیر شوروی. و اما پاشینیان برای گفته من برای حفظ جان 25,000 سربازمان تن به توافق آتش بس دادم. منظور اینها این ارمنستان و آذربایجانه که یه شهری چند مدت پیش میره نمیدونم دست ارمنیا و حالا میاد دست آذریا، دوباره یه سری کشته میشه، میره اونجا، میاد یه دوستی گفت آقا همه اینا کنترل جمعیت دنیاست، گفت همین کرونا رو میبینی کنترل جمعیت، گفت من حالا برات میگم همه نشستن تو خونه نگران، اونی که زن بچه هم داره چون نگرانه بچه گیرش نمیاد، اصلا به فکر بچه ساختن نیست، اونی هم که نداره میرفته دیسکویی، میرفته جایی دوستی مهمونی با یکی آشنا میشده ازدواج میکرده یا همین ازدواجای سفید بچه دار میشه، گفت حالا دیگه اونم اتفاق نمیفته، این از این ور خیابون داره میره، اگه میبینه یکی داره از اون ور خیابون میاد دورتر میرن، فاصله شون زیادتر میشه. و این میگفت که این وقتی که شد 8 میلیارد یک به اصطلاح تلنگر بزرگی بود به جامعه همین دستندرکاران سیاسی دنیا، که بعضیا میگن حتی بیل گیت هم تو این کار سهمی داره. و اما تغییرات در پنتاگون، آیا ترامپ مصمم از خروج از افغانستان را سرعت ببخشد؟ نه خیر، من فکر میکنم این تغییرات در پنتاگون، این میخواد یک مشتی به اصطلاح بله قربان خودش رو بیاره اونجا، چون به یه نفرم گفته بود ارتشیا رو بیار تو خیابون، اون گفته بود کار ما ارتشیا تو خیابون اومدن نیست، کار ما ارتشیا در مقابله با دشمنان خارجیه، و چند روز پیش اخراجش کرد که من گفتم که چرا اینا وای میسن تا این اخراجشون کنه، اینا استعفا بدن، اصلا وقتی یه جایی چند نفر استعفا بدن مثل ساختمونی که ستونای اون خونه میریزه پایین اینو داغون میکنه، نه که وایسن یکی یکی این داره میکنهشون بیرون. باز دیروز مثل که مالا دو نفر مالا هوملند سکیوریتی، هوملند سکیوریتی که آمده گفته ما حتی یک کیس، آقای محبی DHS اسمش نه Department of House همین یه هرچی هوملند سکیوریتی، بله Department of Homeland Security، این آمده گفته ما حتی یک کیس، یک پرونده تقلب ندیدیم. اون وقت خجالت بکشیم واقعا ما چه چیزایی میگیم. بذارید ببینم این فیسبوک برام فرستاده سعید چی هست. بله همین مردکه عوضی، بذارید یه لحظه من صداشو باز کنم صدا زیاد نباشه. این میگه که اینا همشون میدونستن ترامپ کیه و داره ویدیوهای قبلشون رو به من و شما نشون میده، بیاین ببینیم این ویدیوها رو و شما این آدم ها رو بشناسین، از تد کروز گرفته تا اون روبیو تا این گفتم کی لینزی گرام که حتی الان این روزا با چی بازی هم نمیره، با ترامپ گلف هم نمیره. ببینید و بشنوید. این میکروفونم بذارم برای این.
Whatever he does, he accuses everyone else of doing. The man cannot tell the truth, but he combines it with being a narcissist. A narcissist at a level I don't think this country's ever seen. And my concern is that he would grab up that power and really treat the country as sort of his little bully fiefdom. Donald Trump is everything I taught my children not to do in kindergarten. He's been exploiting working Americans for 40 years. He's a race-baiting, xenophobic, religious bigot. He says he's for the little guy, but he's actually built a lot of his businesses on the backs of the little guy. You know, Donald Trump the other day said that, quote, if he tells a soldier to commit a war crime, the soldier will just go do it. And I don't think Donald Trump has even read the Constitution, knows what's in the Constitution. A toxic mix of demagoguery and mean-spiritedness and nonsense. I just cannot support Donald Trump. Donald Trump is a delusional narcissist and an orange-faced windbag. Donald Trump is a con artist. He doesn't know the difference between truth and lies. He lies practically every word that comes out of his mouth. I think he's a kook. I think he's crazy. I think he's unfit for office. بله، میگه همه اینا میدونه. حالا همین لینزی یه جایش میگه he better go to hell یا یه چیزی نقل این، ولی دوستانی مثل آقای محبی و آقای رامین اعتبار که همین جوری عاشق دیکتاتور شدن و اینم مثل بت پرستی شاه، برن ببینن اینا آدمای دروغگویی هستن که خودشون میگفتن اون دروغگوه، حالا خودشون هم شدن مثل همون. همین زنی هم که براش کار میکنه که زنه به خاطر این با شوهرش اختلاف داره، نمیدونم اسمش چیه، لباس مسخره پوشیده بود تو چیز و اینا. در هر صورت خیلی ممنونم. ببینم که من نمیدونم چه وقت آمریکا دست از افغانستان برمیداره. هنوز انتخاب شروع نشده بود که ترامپ میگفت اگر باختم بیرون نمیرم چون تقلب میشه. بله، سالهاست که این آقای بیلمار، سالهاست که مایکل مور، سالهاست که دیگران میدونن که ببینید هیتلر هم با انتخابات اومد، هیتلر هم با رأی مردم اومد، ولی وقتی میمونن عوض میکنن. همین که اینا رو عوض میکنن، جابجا میکنن، هی آشغالا رو میارن دور خودشون. شما این مرده که دو نفر چاق آورده، یکیش این پامپئو به اصطلاح وزیر امور خارجه، یکی دیگهش دادستان. دادستان کل کشور یعنی دادستان مردم. این مردک شده وکیل ترامپ، حتی رفته دخالت کرده تو انتخابات، به دیگران گفته چی؟ اونا استعفا دادن، گفتن برو، ول کردن رفتن. اگر 4 نفر آدم با غیرت، با همت، با شعور، با وطن پرست پیدا میشد، میمد این زیر پاش خالی میشد. این اونا رو هم عوض کرد. آقا از موسولینی گرفته، هیتلر گرفته، نمیدونم کشورهای دیگه، دیکتاتورهایی که با هیتلر بودن، اینا مردم عوض میکنن. و مردم این قابلیت عوض شدن رو دارن. چرا الان ما میگیم آقا تو ایران هیچ که به هیچ که رحم نمیکنه؟ بله، تو این 42 سال گذشته آخوندها کاری کردن که مردم بدتر بشن. مردم بد بودن دوستان، مردم از زمان کوروش و داریوش هم بد بودن. اگه بد نبودن که نمیگو خدایا دروغ از ما دور کن. اگه دروغو نداشته باشی، کلمه دروغ اصلا بلد نیستی که. خب اینم از این. چه چیزی از جون افغان ها میخوان؟ من هیچ وقت از آمریکا خوشم نیومده، هرچند که فامیلام آنجا زندگی میکنن. آمریکا اصلا این پیدایشش و وجودش و اینا میدونید به ما دروغ گفتن، به ما تعریفایی که کردن آقای جان وین و نمیدونم فیلمایی که ساختن با اون حقیقت فرق میکنه. یه فیلمی هست مال مارلون براندو، یه فیلم کوتاهیه، توی جلسه میاد صحبت میکنه، میگه من یه کتابی رو خوندم، بعدا فهمیدم که ما چه آدمای بدی هستیم، چه ظلمایی کردیم به این بومیان اینجا. اینو اگه یکی لینکشو داره رو فیسبوک اینجا بذاره، برید ببینید خود آمریکایی‌ها چی میگن درباره آمریکا. و یکی یکی دارن این روزایی رو که به نام این آدمکشا، به احترام اونها
نامگذاری شده دارن از بین میبرن، یکی یکی این محله هایی رو که مجسمه های این آدم کشا این چیزا. و آمریکا اگر تو دنیا جلو افتاد چند تا دلیل داشت. یکی این که خیلی بزرگه، خیلی پهناوره، خیلی ریسورس داره از لحاظ چه منابع نمیدونم نفتی، چه حتی گیاهی و درخت و این چیزا هم که حساب کنی خیلی. شما اینجا نگاه کن، اصلا احتیاج نداره به سیمان و فلان، با چوب خونه میسازن. از قدیم هم همینجور بوده، چند نفر میمدن با اره وای میسازن، چوب درختار رو میبریدن میزدن به هم، یه روز شنبه و یه شنبه زنا خوراک میپختن، آقایون هم نجاری میکردن. اینجوری شد. بعد دو تا نعمت گیر اینا اومد، یکیش این بردهداری بود، کارگر مجانی. شما اگه هر روز سه نفر مجانی بیان بگن ما میخوایم کار کنیم برات، هیچی هم بهمون نده، نهار که خودت خوردی اضافهش بز جلو در ما میخوریم، خب من یکی یکی میگم هر برگی افتاد شما اینو جمع کن، اینو هی دورشو تریم کن، اینجا رو جارو بزن، کار مفت میکشن. اینی که اون موقع میتونسته نمیدونم پنبه و این چیزا رو تولید کنه و بفروشه و پول در بیاره و اینها، برای که کارگر مفت بوده. امروز هم سیستمی رو که گرفته یه رقمی کارگر مجانی و مفته. اون موقع میرفتن از حتی همین جایی که اوباما بوده، چی میگم فامیلاش بودن، میرفتن از اونجا برده ها رو با زنجیر و کشتی و پول بده بکش بیارن اینجا بخر و بفروش. الان من و شما خودمونو به کشتن میدیم تا برسیم اینجا، به جای قلاده هم میریم کراوات میزنیم. کراوات هم کی درست کرده؟ خودشون یا دخترش درست کرده؟ شدیم برده های زنجیر به گردن. چقدر کار میکنیم؟ آقا 40,000 تا 100,000 تا 20,000 تا 60,000 تا درآمد داریم، پول رو میگیریم مالیات میدیم، میخوایم بریم چی بخریم مالیات میدیم، میخوایم بنزین بزنیم مالیات میدیم. یه نگاه میکنید شما یه $10 آخرش که مونده میخواید چی کنیم، اینی چند بار روی این مالیات دادی. خب این درست نیست، این سیستم غلطه. میگه ما در دبیرستان ها این را درس میدیم، امپریالیست یعنی بریم کشورهای دیگه و از منابع آنها استفاده کنیم و اونها برای ما کار کنن. خدا پدر و مادرت بیامرزه، ما که زبونمون مو دره برد، هر چی به شما گفتیم شما بیا اینا رو هم یکم به ما درس بده. فکر نکن من 64 سالمه، آقا ما اندازه بچه‌های مدرسه آمریکا نمیفهمیم، نخوندیم، شعورش پیدا نکردیم، ولی هممون شدیم مفسر. آقا طرف میاد یه مزخرفاتی میگه، این یه مشنگی هست، حالا داتی و شهری نداریم، ولی اینا که خب ادعا میکنن خیلی شهریان، بعض وقتا وقتی داتیان آدم میگه بز بهشون بگم، این مال یکی از دهات استان فارسه، اسم خودشو گذاشته مبارز نستو، رفته تو پستو نشسته، از اونجا همه چیزو برای شما تفسیر میکنه، از نمیدونم شب رخت خواب خامنه ای برای شما تعریف میکنه تا بیچاره اینایی که تو زیر دریایی ایران خفه شدن مردن زیر آب، تا نمیدونم بمب اتم، همه چی رو براتون تفسیر میکنه. حالا این گروه پدر امید دانا اقلا این مطالعه میکنه، این سرش توی مدیا هست، نگاه میکنه، نگاه چیز میکنه، کار میکنه، اونها همینجوری میاد میشینه برای خودش. داریم کم هم نداریم، از آقای رضا زرابی گرفته، از فخرآور ننگاور گرفته، تا هر کدوم از اینا رو میگی به یه نوعی. اتفاقا دیدم یه عکس فخرآور با مریم رجوی، نمیدونم عکس فتوشاپه یا درسته، اولا چقدر مریم رجوی که به عربستان ها میخواد دست بده اینجوری میکنه، چجوری خودشو چسبانده سینهش اینجای فخرآور. بعدم گفتم این دیگه تو ایران تو شیراز میگفتن وقتی یه جا خیلی یه چیز بدبو بود، میگفتن چاه مسترا و آبشی تو همدیگه را در آورده. اگه شما میرفت تو یه حیاتی یه جایی بو میداد، میگفتی بو میده، میگفت این چاه مسترا با چاه آبشی، چون دو تا بود، آبشی خودش آب میکشید میرفت، مسترا رو باید خالی میکرده، میگفت این خراب شده و با هم را در آوردن. حالا فخرآور و مریم رجوی همین خلا و آبشی است. خب تو این کشوری که من دارم زندگی میکنم بالاترین مالیات را میده، ولی آرامش داریم و قانون داریم. من به شما میگم خانم شما از امروز مالیات نده، ولی پلیس نداریم، بهداری نداریم، ساختمونت نمیدونم چی نداریم، آشغالی نداریم، اینو نداریم، اونو نداریم. شما نگاه میکنی میگی آقا من حاضرم $90 از هر $100 بدم. تو آلمان بود دیگه 60-70%
بعضی ها حقوقشون. حالا فوری ایرانی ها نگن آهان من و شما هیچ کدوم به اونا نمیرسیم، ما یا پول در نمیاریم یا نشون نمیدیم. این من یادم وقتی اومدم اینجا داداشم بعد چند سال شده بود دایرکتور سه تا مدرسه بزرگ اینا، یعنی سه تا دانشگاه، اینا به دانشگاه هم میگن مدرسه، اینقدر پول میساخت که گفت دیگه برای من صرف نمیکنه کار کنم. اتفاقا خوبه، این بازار کار رو تعدیل میکنه، تعدیل نمیکنه ها. طرف میگه آقا من دیگه بسمه، میرم سه نفر دیگه بیان. آخرم همینجور شد، بهش گفتن یا باید بری نورد کارولینا، چون با این حقوقی که ما به تو میدیم ما میتونیم سه نفر جوون استخدام کنیم، جوونم زن نداره بچه نداره، صبح تا شب کار میکنه، عصرم همینجا میخوابه. این مارکت و بازار کار رو تعدیل میکنه. اونی که مسن میشه پول زیاد در میاره ازش مالیات زیاد بگیرن تا بره بگه نمیخوام، اون وقت جوون بیکار نمیمونه، جوونه میاد کار میکنه مالیات میده، بعد از اون 3-20% میگیرن میشه همین 60% که این میده. ببین چقدر قشنگ حساب شده. ولی این کارو نمیکنن. هر پدر سوخته شارلاتانی مثل ترامپ میاد میگه اونایی که پول میگیرن تا 50-60 بذار بدن، این بدبخت‌ها عادت کردن، عین خیالشون هم نیست، اصلا وقت ندارن فکر کنن، وقت ندارن اعتراض کنن. جریمهش میکنه طرف، میگه آقا حق با منه ولی من نمیرم دادگاه. میگه چرا؟ میگه آقا نصف روز باید کار نکنم برم، بعد من شانس دارم 50% ببرم 50% ببازم. اون روزم که میرم باید دوباره پول پارکینگ بدم، میام بیرون دوباره جریمه شدم، بعدم تازه اونا چون نشستم برای پول میبازم، خب میدم میرم دیگه، نصف روز بیشتر کار میکنم، اضافه کار میکنم برای این تیکته. این از تیکتش، اون از حقوقش، اون از خدماتش. بعد اینا شما نگاه کن، اینی که سناتور میشه، اینی که نماینده مجلس میشه، تا موقعی که اینجاست بیمه است، بچه هاش مادام العمر بیمه هستن، بچه هاشون شهریه نمیدن. ولی من و شما، خود من 4 صبح تا 11 شب کار کن که میخوای بچه هات برن دانشگاه. حالا تازه ما شانس آوردیم چون تفاوت سنی داشتیم، دوتاشون همزمان نرفتن دانشگاه، 5 سال اون رفت دانشگاه، بعدم 4 سال اون رفت دانشگاه. ولی شما 9 سال تویشن پرداخت میکنی تو آمریکا، از لحاظ اقتصادی کمرت خورد میشه، خونت رو میری میذاری گرو، پول که نداری، همون قدی که پول داری تو خونه تازه از بانک میگیری میری میدی به اونا. برای چی؟ برای که نمیخوای بچت سر جوونی بدهکار باشه. ولی آمریکایی‌ها ولشون میکنن، بچه‌ها $200,000 بدهکارن وقتی از دانشگاه میان بیرون. بعد تازه این روزا هم که مارکت و اینا بازار خرابه بیکار میشن. میگه که بیچاره ترین مردم آمریکا طبقه چک حقوقی بگیر هستن. مالیات روی چک پرداختی اتوماتیک ماهیانه، بعد مالیات خرید هر چیز، بعد آخر سال هم مالیات درآمد سالیانه که از همون چک حقوق که پس انداز کردیم باید بدیم. بله بله، شما باید بیاید بری فلوریدا که استیت تکس نداره. البته معمولا وقتی میریم فلوریدا که دیگه درآمدی هم نداریم. خب اینم از این. برگردم ببینم باز اینجا چی گذاشتم براتون. یه نیم ساعت دیگه‌ای میریم با آقای امیر حسین لادن خواهیم بود. خب میگه که فلوشات حتما بزنید چون الان هوا داره سرد میشه. یه 2 هفته‌ای حتما اگه ترامپ بود میگه که این از نعمت خدا بوده و برای من بوده هوا چیز، چون چنید چه دروغ میگفت. روز چی بهش میگن؟ تلویف میگن؟ تفویض میگن؟ چی میگن؟ اینجا ما میگیم اینگوریشن. روز اینگوریشنش بارون که اومد هیچی، مردم که نیامده بودن هیچی. بعد گفت شما نمیدونید همچین که من خواستم قسم بخورم مثل فیلم طوفان نو یک ابرا رفتن کنار، از ملت نشون دادن، گفتن آقا این مزخرفات چیه میگه. و داشتم حالا نقل چی میگفتن، اینقدر این تو این 4 سال واقعا اذیت کرده به همه، روانی شدیم ماها. و الا طرف گفت آقا من اصلا یه مدت یادم نبود رئیس جمهورمون چیه، ولی حالا صبح روشن میکنی قیافه این آشغال، عصر روشن میکنی قیافه این آشغال، شب هم روشن. الحمدلله 8 روز از شرش راحت شدیم، صدای نحسش رو نمیشنویم. دوستان اگه کسی طرفدار ترامپه، گفتم بهتون قرار با یه آقای صحبت کنیم، یه عکسی انداخته بود جلو خونه باباش، گفتم این کجاست؟ گفت خونه بابام تو تبریزه. گفتم خب شما که این خونه و اینا رو تو تبریز دارید، تو دوره بذار ببینم میتونم پیداش کنم، فکر کنم
نمیدونم گوگرچیان بود فامیلیش چی بود یادم میره. میخواستم بگم خب اگه از دوره شاه داشتی که جزء طاغوتیا بودی، اینا هم کاری به کارت نداشتن، یعنی شما هم طاغوتی بودی هم یاغوتی شدی. اگر دوره شاه پول نداشتی، دوره اینا اینجوری شدی که خب جزء این حزب اللهیا و انگلزاده ها و آقازاده ها و اینا هستی. خلاصه بعد فکر کردم نه آقا حالا من با این چه صحبتی بکنم، چون دیدم به این اون توهین کرده. یکی نوشته بود فکر کنم اگه بله گوگرچیان توی شیراز یکی داشتیم خانواده توتونچی بود اسمشو، اینه شما نگاه کنید. حالا درسته که خب ایران چیز هست، این رو هم بستن فیلم ها رو از اون فیسبوک بردارید. بله آقای ارشاد دوستان بهایی هی میرن شکایت میکنن حسابای یوتیوب و ایناشو میبندن، بعد براش یه مشکلی هم پیش اومده بود، برای من نوشت ممکنه من یکی دو هفته برنامه نداشته باشم، حالا اگه خودش خواست درباره اون مشکل صحبت میکنه. خلاصه من رفتم دیدم چیشو برداشتن، به اصطلاح حسابشو بستن، حالا نوشته از روی فیسبوک بردارین. برنامه ایشون رو از روی فیسبوک برمیداریم و برای شما پخش میکنیم. ببینیم که این آقای ابراهام گوگرچیان هست اسم ایشون. بله من ببینم صفحهشو به شما نشون بدم. آهان صفحهشو عوض کرد، این خیلی زبله. تا من راجع به اون خونه پشت سرش ازش پرسیدم که این عکس کاور پیج چیه، گفت این یکی از خونه های بابام تو تبریزه، بعد عکس رو عوض کرده. اینه این، حالا برید کامرای سه. البته اینجا هم نوشته پدر جان این جهان در مقابل صداقت و انسان دوستی و میهن پرستی تو خیلی کوچک است. پدر جان تو رفتی تا ایران بماند. پدر جان دوستت دارم، همیشه در قلب منی، روحشان قرین رحمت الهی. و اینم یه دلیل دیگه ای که فعلا با ایشون برنامه نداشته باشیم. حقیقتش هم راستش بهتون بگم پیش خودم فکر کردم خب من از ساعت 12 برنامه دارم با دوستان، میان یه چیزی میگن میرن، بالاخره دوستانم کمک میکنن حمایت میکنن، این پول ایرتایمشو میدن، خودم میام اینجا از وقت خودم میذارم که حرف خودمو بزنم. چرا من باید بیام اینجا بعد بیارم یک کسی دیگری بیام من بلنگو بدم دستش مجانی حرف بزنه؟ دیگه این آزادی خواهی و آزادی منشی هم یه حدی داره. حالا هم که دیدم پدر ایشون گویا فوت شده، برایش یه R.I.P. rest in peace بفرستیم، بگیم که let's cancel today's program. بفهم گفتم اجازه بده برنامه امروز، چون قرار بود ساعت 6 است، الان میدونید اونجا صبح، الان این موقع ساعت 2-3 صبح استرالیا، بعضی وقتا با ما دوان. بله فلکه اصلاح‌نژاد بودن اون موقع، اصلاح‌نژاد فلکه نداشت، خیابون اصلاح‌نژاد بودن. و بله من میرفتم خونه‌شون رو میمدم، چون شوهر عمه من نجاری داشت همون اول خیابون اصلاح‌نژاد، اون آموزشگاه رانندگی و بعدش هم آقای محمد فرجی دستگاه جلو درست میکرد، که بعد من اون مغازه نجاری رو از شوهر عمم خریدم، کردمش مغازه تعمیرات چیزای الکترونیک و اینها، و بعدم دادمش به دوستم آقای بهروز قاسم زاده و گفتیم که اینجوری دوستیمون رو نگه داریم. بله توتون چیا یکی از مشتریای شوهر عمه من بودن، خیلی هم آدمای با معرفتی بودن، دست و دلبازی بودن. من یادمه وقتی میرفتم، با وجودی که حالا یعنی من شاگرد شوهر عمم بودم، چون پیر بود بهش گفتم آمو، من مثلا کلاس پنجم دبستان بودم، میرفتم اونجا. خب 11 ساله 12 ساله میری، این خانم توتونچی خیلی لطف میکرد، آب میآورد، شربت میآورد، زور اگه خوراکی چیزی بود تعارف میکرد و اینا. خیلی مهمه که وقتی به عنوان کارگر میری یه جا، طرف مثل خانواده خودش. اینه که امروز من تو آمریکا بعد از 50 چند سال، بعد از 50 سال دیگه ها 64 52 سال 53 سال من و شما داریم راجع بهش حرف میزنیم. اینه که سعدی گفت
مرد آن است که نامش به نکویی نبرن، ولی این توتونچی و خانوادش و فلان اینا که اینا احتمالا کار خوب کردن که من و شما داریم راجع بهشون حرف میزنیم. بله، حالا اگه بعدن فلکه اصلاح نژاد شده نمیدونم، چون آخر اصلاح نژاد که میرفت میخورد به قدمگاه یه شکل خیلی بدی داشت بین اون هوا خیابون هنگ و اصلاح نژاد قدمگاه، اون آقای اسکندری هم اونجا بود. من با آقای اسکندری تو جبهه بودم آبادان، آقای اسکندری که سوپرمارکت داشت اون ته، و خلاصه عجب دورانی داشتیم، چه چیزایی رو ما پشت سر گذاشتیم. خب اینم کاغذ رو بذارم اینجا، بریم سراغ نوشته های اینترنت. و اما طرح منع پخش تصویر ماموران پلیس فرانسه اعتراض مدافعان حقوق بشر را برانگیخت. دوستان یکی یکی نگاه کنید، وقتی ایراد میگیریم چرا این ایران، این که جلاد میاد اعدام میکنه ماسک میزنه، این که میاد شلاق میزنه ماسک میزنه، این که با ماشین میره رو مردم ماسک میزنه، ببینید یکی یکی اون کشورهای دیگه هم که دارن حقوق بشر رو زیر پا میذارن همین کار رو انجام میدن. از اول برنامه براتون گفتم که من دیروز از اینجا که رفتم فیسبوک رو روشن، فیسبوک رو قسمت لایوش رو روشن کردم که فیلم بگیرم، بعد رسیدم به یه جاده‌ای که آب گرفته. من الان این برای شما نشون میدم. اونجا که رسیدم گفتم خب ماشین ما به قول ایرانی ها شاسی بلنده، بعد US بهش میگن یوتیلیتی اسپورت، یوتیلیتی SUV اسپورت یوتیلیتی ویکل، میریم میزنیم به آب. وقتی رفتم از قسمت اولیش رد شدم، قسمت دومیش دیدم نه، این آبی که من میبینم زیرش درخت و مرخت هم هست، گیر میافتم. یواش یواش برگشتم، این فیلمو بهتون نشون میدم، باران آمریکا. و توی همین فیلم وقتی که دیدم دوستان اومدن، به خانم جیلانی و دوستان دیگه گفتم که نگاه کنید توی همین آمریکا الان بارون اومده، چهارشنبه و پنجشنبه بارون اومده، این خیابونه بسته شده. اصلا چراغ گذاشتن، یعنی همیشه میدونن تا بارون میاد اینجا آب میگیره، و سالهاست که قراره پل بسازن. از همون برنامه های پنجم یادتونه، دوره شاه، طرح پنجم، برنامه پنجم، نمیدونم فلان، سالهاست قراره اینجا پل بسازن. اینجا هنوز تو آمریکا یه جاده‌ای هست، ما میریم وای میسیم تا اونوریا بیان، اونوریا وای میسن تا ما بریم. تو آلمان وقتی میخواستن تعمیر کنن دیده بودم و اولین بار تو آلمان بود که دیدم اینا رام با چراغ راهنما، دیگه کسی نیست وایسه، این چراغ روشن میشه شما وای میسی، اون سبز میشه میاد میره و اینجوری. البته بعضی وقتا یه اشکالای پیش میاد، یکی اون وسط وایساده یا چیز شده که خود اونم مردم با مدارا و اینها ردش میکنن میره. اجازه بدید من اینو بذارم این پشت سر و برای شما پخش بشه، خودم هم صحبت کنم و ببینید که یه جایی میرسیم به آب، دور میزنیم و برمیگردیم. من صداشو میبندم چون چیزی هم نگفتم، فقط گفتم اگه این تو ایران بود فوش میدادیم به دولت. چرا؟ چون دولت شاه و شیخ انقدر نادانن، انقدر دیکتاتورن که اینا خودشونو در هر کاری نخود هر آش میکنن و مردمم برای هر کاری به خودشون اجازه میدن، به اینا فوش بدن و حقشون هم هست. و الا اگه شما زنگ بزنی اینجا بگی سوربی من دیروز $5 دادم، قرار بوده یه ویدیو برام بفرستن، میگم فوری گوشی داشته باش، مسئول ترانسپورتیشن ما آقای اکبریه، یا خودم شما رو نگه میدارم با آقای اکبری هم میارم رو خند، میگم آقای اکبری این آقا یا خانم میگه که دیروز قرار بوده براش. میدونید مسئولیت ها رو اونا از بس که خودخواه هستن نگه میدارن، اینجوری میشه. قرار بود من این روشن کنم براتون. بله ببینید از اینجا رفتیم، خب حالا پاییز، درخت ها همه رنگ های مختلف و خیلی قشنگ. اتفاقا یکی از دوستان گفت شکل اروپا هست، گفتم بله ویرجینیا مثل آریزونا یا مثل یه جاهای کالیفرنیا خشک نیست. شما تو ویرجینیا خاک پیدا نمی کنی، خاک باید بری بخری، چون همش سبزیه. آقا کانکریت یا سیمان میکنی درایوی رو، دو هفته میگذره از وسط درایوی سبزی میاد بیرون. ببین این چراغه که داره میزنه، این چراغ زردی که داره میزنه، میگه نوشته های وادر،
یعنی آب بالا وایساده. بعد ببینید از اینجا سرازیر میشه، حتی یه جایی هم گذاشته متر که چند فوت آبه، اگه کامیون میاد 3 فوت بالا هست اون میره، ولی اگه شما میری با مینی ونت با بچت مینی ون و این اونجا ببینید اینجا آب وایساده، ما پررویی کردیم زدیم تو آب، نگاه کنید ایرانی بازی، زدیم به آب چون اون بشکه رو زده بودن کنار، یواشکی از کنارش رفتیم. ببینید خب این قسمتش ایرانی بازی پررو بازی، رفتیم وقتی میریم اینجا ببین انقدر پیچ خطرناکه که علامت زده یواش برید، دو تا تابلو زده از بس مردم میرن میخورن تو این گارد ریلا، ولی نگاه کنید از اینجا درخت شکسته و از اینجا آب و همون، بعد تا اون ته نگاه کردم تا این آخرها نگاه کنید، تا اینجاها همه آب، تا اونجاها آب، اونجا هم باز چراغه. خلاصه گفتم عقب عقب، به قول دوستان میگفت سر خر کج کردم، ولی ما سر خر کج نکردیم، عقب عقب برگشتیم مثل یک دسته گل. ببین اون ماشین داره میاد از اونجا، نگاه کنید این ماشینه میاد، اینایی که خونشون اینجاست بلدن، میفهمن که جاده کجاش به اصطلاح آب کمتره کجاش بیشتره، ولی دوستان به آب نزنید مگر اینکه مجبور بشین، مگر اینکه پشت سرتون یکی باشه بخواد بکشتتون، شما بگید من بلکه برم تو آب، از تو آب من برم اون ماشینش خاموش بشه. ماشینای این روزا هم دیگه تو آب خاموش نمیشه، یادتونه جیپای ارتشی شمعاش بالا بود، میگفتن این خوبه میتونه بزنه تو آب خاموش نمیشه، ولی ما ماشینی هم نداشتیم که تا میره تو آب خاموش بشه دیگه، انقدر داغون باشه دلکوش شکسته باشه و سر شمعا داغون باشه و اینها. ببینید جاده هم زده رود کلوز، 3 تا بشکه پلاستیکی گذاشته رود کلوز، نه پاسبانی نه چیزی، نه فوشی نه فضیحتی، سر خرکج میکنیم میریم از اون ور. از این ور که دور زدم 15 دقیقه 10 دقیقه راه من طولانی تر شد، ولی یا میرم یا برمیگردم منزل دیگه، درسته؟ اینم از این. و قراره اینجا پل بزنن، کی میزنن اینا میگن God knows، خدا میدونه. خب بریم به برنامه خودمون برگردیم، اینا رو رو فیسبوک میذارن، بعضیا خوششون میاد، بعضیا میان میگن آقا یه آهنگم بذار، بعضیا میان میگن آقا حرف بزن، دوست داریم صدای خودتم بشنویم. میگم آقا من امروز دارم کار میکنم، هر روز که نمیتونم حرف بزنم، حالا همون یه روز در هفته که میام حرف میزنم، شما که انقدر دوست داری چقدر حمایت کردی، چقدر کمک کردی، که حالا وقتی هم دارم میرم از این شهر به اون شهر، من بعضی وقتا یه روز 500 مایل رانندگی میکنم، 250 تا میرم 250 تا میام 500 تا 500 ضرب در 1.6 کنین میشه 800 کیلومتر، یعنی انگار از شیراز رفتم تهران. وقتا میرفتیم بعدم ماشین تحویل میگرفتم از ایران ناسیونال دوباره برمیگشتم شیراز، یادش بخیر. خب بیقانونی و جنایت را حاکمان در ایران جوازش را از اروپا دریافت میکنند، برای همین است که هر جنایتی که دوست دارن انجام میدن. خانم شیرازی والا ما با شما خیلی موافقیم، اینا اگه تونستید شما به دوستان ثابت کنید که آقا خانم امکان نداره یه حکومتی اینقدر کار خلاف کنه، اونا اگه باهاش نبودن پدرش در می آوردن کل پاش می کردن، به نفعشونه. مگه ترامپ دیوونه بود که بره نفت از دست اینا بگیره بده دست مثلا آقای فرزاد نیساری، آقای فرزاد نیساری بفروشه نفت بشکه 300 دلار؟ خب میگیره از این تازه میده به یکی دیگه وسط دریا ارزونتر بفروشن. بله، رئیس پیشین کمیسیون اروپا همکاری با جو بایدن همکاری سالمی خواهد بود. پذیرش پیروزی رقیب و شکست در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده از باب دول تا ترامپ. من یادم کاملا هم با باب دول عکس گرفتم، هم با زنش باربارا دول اگه الیزابت دول عکس گرفتم، چون رئیس رد کراس بود، صلیب سرخ، و باب دول هم که میخواست چیز بشه که بعد همین رفته بود تو تبلیغ وایاگرا شرکت کرده بود. خبر از وایاگرا، میدونید که فایزر میخواست یه داروی برای قلب درست کنه،
این قرص ویاگرا رو ساخت که بعد دیدن اه به غیر از مرض قلب برای یه جای دیگه بهتره، اصلا اون استفاده قلب فراموش شد، همه استفاده اونجوری انجام دادن. حالا این ماجرای کووید و واکسنش هم ملت میگن حالا صبر کنیم ببینیم این برای کجا خوبه. و اما واکنش پکن به پیروزی بایدن، تبریک وزارت خارجه چین و تداوم سکوت شی جین پینگ. میدونید که چین، روسیه، یه دو سه جای دیگه هم هستن، اینا گفتن ما تا نتایج اعلام نشه، واقعا هم درستش همینه. میگم هنوز دو تا ایالت دیگه دارن آرا رو میشمارن، اگه میذاشتن تا آخر بعدن میگفتن فلانی برنده شده، یه احمقی مثل اینم نمیمد مثل میرحسین موسوی وسط شمارش بیاد بیرون بگی من برنده شدم. درست کپی ایران اینجا انجام شد که شما فکر نکنید اینجاها دموکراسی و انتخابات درسته. همونا آدم ها آدم هن، چه حالا انگلیسی حرف بزنه، چه عربی حرف بزنه، چه فارسی حرف بزنه. خب واکنش پکن، اون فعلا چیزی نگفته، ببینیم چی میخواد بگه. و بخونیم براتون یکی دو تا خبر دیگه. میگه که برای راننده اتوبوس و تریلی زنان باید لباس گروبانی و سرجوغه‌ای بپوشن. عزیز من، لباس یونیفرم، شما فدکس نگاه کن لباس مخصوص خودش داره، یو پی اس نگاه کن لباس مخصوص خودش داره، والمارت وقتی میری کار میکنی یه رو پوشی میندازی رو دوشت که من بفهمم تو اونجا کار میکنی. به خاطر همین میگن یونیفرم، لباس یه شکل. بنده لوس کار میکردم، صبح که میرفتم در کمد اینو باز کردم، یه جلیزغی بود که دوتا ایرادم گرفتم، گفتم مثلا این خطرناکه، بعدم عوضش کردن و اینها. این من نمیدونم ما ایرانی ها چه اشکالی داریم. خب خلبانا مگر لباس یونیفرم نمی پوشن؟ آیا شما اشکالی داری که وقتی داری تو فرودگاه میری بفهمی این خلبانه، این کمک خلبانه، این مهمانداره، این نمیدونم فلانه؟ چی شده؟ چه به سر ما اومده؟ به قول معروف میگو ما را چه شده است که اینجوری خلط شده این؟ بفهم این خانم به این شیکی، به این خوشگلی. شما وقتی به یه نفر میگی یونیفرم بپوش، این مجبوره این رو تمیز اتو زده هر روز بپوشه. هرچی هم لباس بد و کهنه و چروک باشه اون زیر میپوشه، ولی این رو ماشاءالله ناخونا رو نگاه کنین، لاک زده، موها رو اینجوری، دماغ جراحی کرده، عینک اینجوری، آهنگش هم گوش کنید. امیدوارم این بانو و بانوهای دیگه ای که بانوان دیگری که زحمت میکشن، کار سخت میکنن، تو رشته هایی که منحصر بوده فقط مردا باشن. از دوره شاه هم داشتیم، یه راننده داشتیم، خانمی بود، گزارش شوینار هم انداخته بودن، احتمالاً آقای اکبری هم عکس مکس، من نمیدونم از کجا عکس ها رو پیدا میکنه، عکس شوینار هم پیدا میکنه بعدن میزنه. اینایی که میان به اصطلاح این یخ روی آب رو میشکنن، به اینا میگن، اینا کسانی هن که بین ماهی اقیانوس و پرنده های بالا رابطه ایجاد میکنن. البته خب بعض وقتا پرنده ها میان ماهی ها رو میخورن میرن، ولی خب مرتب نشسته. معمولا این ماشین ها همه اوتوماتیکن، الان سرویس های هست، این دیگه نمیخواد پنچرگیری کنه، نمیخواد تعمیر کنه، نمیخواد مثل بابای ما بلد باشه اگه گازوئیل تموم شد چجوری پمپ بزنه گازوئیل کنه. تمام خراب شد تلفن بغلشه، میگم تو ایران پشت اتوبوس ها شماره رو نوشته، طرف زنگ میزنه میگه داداش برو کنار ما میخوام رد بشیم، اتوبوس میره کنار که این ماشین سواری ازش رد بشه. در اصل دوست عزیز، یونیفرم اتفاقا نشون دهنده منظم بودن و اینا هست. مگه شما شکایت نمی کنی چرا لباس شخصی میاد باتون میزنه تو سر مردم؟ مگه اونا از یونیفرم نپوشیدن سوء استفاده نمی کنن؟
خب چرا اینجا که قشنگ یونیفرم میپوشه بازم شما ایراد میگیری؟ عجب ملتی هستی. خب اینم از این فیلم قشنگی بود، خیلی ممنون. شما ها بفرستین تا منم یه چیزی داشته باشم که دربارش صحبت کنم. آها دوستانی که هفته پیش گفتید چرا آقای سعیدی نیومد، قرار بود هفته اول ماه بیاد. آقای سعیدی من ماه قبل وقتی برنامه داشتیم بعد باهاش صحبت کردم، قرار شد تماس بگیره که ببینیم حالا فیلم رو یوتیوب درست کنه یا تو برنامه من باشه یا برنامه خودش باشه. ماشاءالله دیگه اصلا تماس نگرفت، منم مشغول بودم و اینها یادم رفت. تا باز هفته آینده اگر امکان داشته باشه یا تو برنامه خودم ایشون مهمون باشه یا برنامه خودشون رو داشته باشن یا اگر ویدیو درست کنن. دوستان ساده ترین کار اینه که شما ویدیوی خودتون رو درست کنید و با یه مبلغ کم، با یه هزینه خیلی کمی تو تلویزیون مردم نشون بدید. یه عقب افتاده ای فکر کنم مال تگزاس، دیجی چاق زشت کچل گنده ای، این برای من نوشته بود آقا شما خیلی زرنگی ها، میای با اسم مردم تیوی تبلیغ میکنی. گفتم آخه گوساله، منی که میام تو صفحه تو 23 نفر دوست داری، منی که صفحه فیسبوک نوشته 617 هزار نفر آمدن ویزیت کردن رفتن، منی که فیسبوک مینویسه بیش از 15 هزار فالوور داری، آخه میام تو صفحه تو عقب افتاده، احتمالاً دوستات هم، حالا به دوستاش توهین نکنیم، احتمالاً دوستات هم مثل خودت عقب افتاده هستن، چون کسی که طرز فکرش این باشه اینجوریه. ولی این آقای اکبری میگه من هر وقت میخوام بنویسم کارمون خیلی خرابه مینویسم به گفته سربی. آقا از این به بعد اکبری جان بنویس به گفته سربی تلویزیون مردم کارمون خیلی خرابه. این یه تبلیغی میشه و الا حالا اسمشو اینا میخواستم نشون بدم. اصلا دلم سوخت برای یه آدم گنده چاقی از اینایی که دلش خوشو مثلا شلوارش هنوز 38 میپوشه ولی دیگه شلواری که رو شکمش نی، شکمش شده 50، شلواره از نظر تابلو راهنمایی مقررات راهنمایی رانندگی هیچ کشوری به پای آلمان نمیرسه. قبول دارم، خیلی قشنگ، برای که یادت باشه آلمان به اصطلاح اصلا اساس اتوبان و اینا رو از اونجا شروع شده. قدیما یک زن برازجانی به نام نسا بود، راننده اتوبوس، مردهای راننده ازش حساب می‌بردن. یه راننده کامیون هم بود، یه خانمی که تلویزیون و اینا باهاش مصاحبه کرد و باید هم حساب ببرن. در هر صورت اینم از این، ممنون و متشکرم. ساعت 3:22 به وقت نیویورک شرق آمریکا است، ساعت 12:22 به وقت کالیفرنیا غرب آمریکا، ساعت 9:22 به وقت هاوایی هست و 8 دقیقه دیگه میریم که با آقای امیر حسین لادن باشیم. من 2-3 سوال از ایشون دارم ولی شما اگه سوالی چیزی داشتید در حین برنامه بپرسید، از ایشون میپرسم. سوالای مثل اینکه آقای فلا نمیدونم، آقا من دونم عمه شما مدرسه، عمه شما دانشگاه ساخت و اصلا اینا نمیدونن دانشگاه کاری به رضا شاه نداره، دانشگاه در ایران تاریخش برمیگرده به 1000 سال قبل، شاید هم بیشتر. ولی همون که گفتم اصلا دیگه میرسی شما به یه جایی که میگه آقا من حوصله جر و بحث ندارم. این آقای مصطفی، دکتر مصطفی هروی یادش بخیر، میگفت که من 88 سالمه توی گیت 88 بلیتم هم دستمه وایسادم که برم، حالا شما بیا به من بگو که ببریم اونجا مثلا یه آبجو بخوریم. من نمیخوام آقا، چون اگه آبجو بخورم بعدشم با برم دستشویی به هواپیما نمیرسم. منظورش این بود که دیگه من عمری برام نمونده، حالا ما اگه عمری هم مونده باشه چرا من این عمر رو با شماها تلف کنم که بیام یه جر و بحث کنم؟ خب با دوتا دوستم پس به اون نتیجه میرسیم شاید این تلویزیونای شاه اللهی کار درستی میکنن. آقا 4 دوست پیدا کرده، این میگه، اونا بهبه میگن، پولم براش میفرستن. همین ترامپ شارلاتان چند تا دوست پیدا کرده، الانم که باخته میگه شما پول بدین من میخوام ببرم و اون احمقای نادان بهش پول میدن. 10 میلیون دلار پول دادن، بعد گفت حالا این پولا رو میدیم بدهیار قبلی، چون این بدهی هنوز 2016 رو نداده. های دلم میخواد اینو ببرن زندان. البته قرار شده این استعفا بده، معاونش بشه شاه بشه پرزیدنت، اون بیاد اینو ببخشه، نمیدونم این بره اونو ببخشه، از این گوه بازیایی که میخوان سر خودشون در بیارن. کثافت زدن به سیستم
حالا خودشون و اون آشغالایی که بهتون نشون دادم از مارک روبیو و نمیدونم از تد کروز و اینا، بلکه دور هم جمع بشن، درست شدنی که نیست، بلکه ماسمالیش کنن تا بگذره. داستان ماسمالی رو هم برید پیدا کنید، ماجرای سفر رضا شاه هست که میخواستن در و دیوار یه دهی اون رنگ خشت و خام خوشگل رو کاور کنن، بپوشونن، رنگ سفید نداشتن، برداشتن با ماس دیوارا رو رنگی کردن که حضور اعلی حضرت چی متوشش نشه، چی نشه. ما وقتی هم بخوایم قاشق چنگالی حرف بزنیم نمیتونیم، بابا ولمون کن، اینجوری راحت داریم. خب برای راننده اتوبوس و اینها نه خیر، بر دوست عزیز، همینجا اتوبوس ترانس دیو برای فیرفاکس وقتی میخواستی کار کنی، پیرنت باید بژ، کرم، شلوارت قهوه‌ای و همیشه از صبح تا عصر هم یه جلیسقه زردی که شبرنگ هم داشت و باید هم پوتین میپوشیدی. اینا رو بابا از اینجا یاد گرفتن. ما هی فریاد میزنیم بذارید اینجا از اینجا کپی کنن یاد بگیرن. شما یه چیزی هم که به این قشنگی دید خونه ما چقدر قشنگ بود، حالا با چادر چاقشور بیاد خوبه. گرامی نظرتون راجع به بریدن چیست؟ چون با آخونداست. منظورتون بایدنه؟ ببین خانم شیرازی، منظور شما چیه که میگید با آخونداست؟ ترامپ با آخوندا نیست؟ ترامپی که علنا تو تبلیغاتش میگه من اگه برنده بشم، که حالا نشد، اولین کسی که با هم تماس میگیره ایرانی ها هستن، یعنی این میخواد با اونا باشه ولی نتونسته، برای که نمیتونه کامیونیکیشن برقرار کنه. بایدن با آخوندا بودن معنی نمیده، اینا دنبال منافع کشور خودشونن. من بایدن انتخاب کردم برای اینجا، برای بچه ها بیمه داشته باشن، برای بچه ها برن مدرسه. من بایدن انتخاب نکردم برای ده بم، اونو بذاری هنرمندا برن پول جمع کنن، پول زلزله رو بکشن بالا. ولی بایدن، اوباما میرن با کشورهای دیگه صحبت میکنن، با کشورهای دیکتاتوری هم صحبت میکنن. مگه با اسرائیل، مگه با عربستان سعودی آمریکا رابطه نداره؟ شما فکر میکنید اسرائیل کشور دموکراتی هست؟ یک کلمه حرف بزنید راجع به دولتش ببینید چه به سرتون میاره. عربستان سعودی کشور دموکراتیه؟ ولی اینا با اینا رابطه برقرار میکنن تا امورشون بگذره. من اصلا باور ندارم فلانی با اونه، اون با اونه. بایدن 40 چند سال، نزدیک به 50 سال تو سیاست آمریکا بوده. خب در اصل ممنونم. بله بایدن، منظور ایشون بایدن بوده. نظرتون راجع به بایدن چیست؟ چون با آخونداست. شما وقتی اینجوری میگی خودتون جواب سوال خودتون میدین، من معمولا سوالای اینجوری جواب نمیدم، ولی نظر من اینه که بایدن سیاست رو میشناسه، میدونه ایران آخوندا اگه باشون در افتادی مردم رو میارن، حس وطن پرستی، حس دین پرستی رو توشون به جوش میارن، پاوه جنگ نشستن ننگه، نمیدونم بریم اسلام رو نجات بدیم، بریم مملکتمون رو نجات بدیم، اون وقت باید بره با 80 میلیون بجنگه. میبینه نمیتونه، چه کار میکنه؟ میگه آقا بیا بشین، مگه تو نمیگی من نمیخوام بمب اتم؟ ما نیروگاه اتمی این اصلا سوختش هم خودمون بهت میدیم. شما نمیخوای اینا باهاش کار کنن؟ میخوای همینجوری جنگ کنن؟ این همه جنگ کردن پیروز شدیم؟ بیان مهمون ما باشین. دقیقا شما درست دارید، درست میگید. خیلی ممنون، متشکرم. و خب بریم یکی دیگه براتون بخونم، بعد بریم سراغ آقای لادن. این از این برنامه امروز رو برام بفرستید. چشم، من این عکس رو به شما نشون بدم. پادشاه مراکش به مناسبت ختنه کردن پسرش 7100 زندانی را آزاد کرد. خاک بر سر ملتی. ببینید همشون هم یه آشغالنا، نگاه کنید. این پادشاه مراکش به مناسبت ختنه کردن فرزند پسرش 7100 زندانی را آزاد کرد. خاک بر سر ملتی که هزار تن از افرادش آزادیشان به 5 گرم گوشت پسر چوپان وابسته است. باز بگو انسان مغز دارد و آن هم در اختیار خودش است. منظور ایشون از چوپان، میدونید که رهبرا، دیکتاتورا، آخوندا، پدر روحانیا، خاخاما، نمیدونم اینا، همشون خودشون رو چوپان میدونن و من و شما رو گاو و گوسفند میدونن.
اینم از این ماجرا که بگذریم، میریم سراغ آقای لادن گرامی. بله، ایشون هم مثل همیشه حاضر و حاضر و هنسام. واقعا خیلی هم خوب. یک ویدیویی هم مصاحبه‌ای دارن با چند نفر که به صورت زوم فکر کنم انجام شده، اون رو هم من لینکش رو در حین مصاحبه با ایشون میذارم به اصطلاح دوستان روی صفحه روی فیسبوک، تا اگه خواستید بعداً وقت کنید برید تماشا کنید و ببینید. و آقای لادن هم به سوالات جواب میدن، ولی یه چیزی که من از ایشون هم یاد گرفتم هم باید بیشتر عمل کنم، میگن بعضی وقتا به بعضی کسا اگر جواب ندیم و بحث نکنیم بهتره. دوستان عزیز، با آقای امیرحسین لادن هستیم، به ایشون سلام میکنم، خوش آمد میگم و از اینکه با ما هستن تشکر میکنم. آقا خیلی ممنون. این ماجرای انتخابات و جریانات اخیری که چه در ایران میگذره و چه در آمریکا و اینها، چند تا سوال هست اگر لطف کنید من بپرسم شما پاسخ بدید. حتما، با کمال میل. درود بر شما و درود بر بینندگان تلویزیون مردم و هممیهنان. آقای لادن، چرا اپوزیسیون طی 42 سال گذشته موفق به برکناری حکومت خداسالار مذهبی نشده و نتوانسته آن را با حکومت مردم سالار جایگزین کند؟ دلیلی که من حکومت ایران رو خداسالار میگم از شما یاد گرفتم، به خاطر کتابی که نوشتین، و خوندن اون کتاب رو هم به دوستان پیشنهاد میکنم که شما میگید حکومتای مثل حکومت شاه و حکومت ملاها، اینها حکومت خداسالار هستن. حالا سوال اینه که چرا اپوزیسیون نتونسته بعد از این همه مدت از پس اینا بر بیاد؟ سپاسگزارم. واقعا پرسش 6 میلیون دلاری به قول آمریکایی‌ها. اگه بخوام یه پاسخ خیلی خیلی ساده بدیم با یه جمله با دو تا لغت، باید بگم پراکندگی و عدم هماهنگی، که حداقل دو تا دلیل عمده داره. یعنی این پراکندگی و عدم هماهنگی دو تا دلیل داره. نخست اینکه اپوزیسیون چه در درون و چه در برون کشور یک گروه همفکر هماندیش همراه نیست، بنابراین مشکلات جامعه رو یک دست و یکگونه نمیبینه، راه و برنامهشون یکی نیست و مختلف و متفاوت. از راه حل‌های اشتراکی، کمونیستی، سوسیالیستی، بگی تا جمهوری‌خواهی ملی، از طرفداران پادشاهی تا فرض کنین شاه اللهی یبودی، از فرقه‌گراها و جدایی طلب‌ها تا ملی‌گراها و پشتیبانان راه مصدق، یعنی انواع اقسام. یکی از مشکلات این تفاوت‌های دید و برداشت ارجعیت هاست و که شامل بیشترش ارجعیت منافع شخصی بر منافع جمعی و ملی. این داستان همه چیز برای من، دید من، برنامه من، پیشنهاد من، راه من، این انقدر قویه که دید و برنامه دیگران حتی زمانی که با دید و برنامه خودمون همراهه نمیپذیریم، چون مال خودمون نیست. دلیل دوم، اپوزیسیون نموداری از کل جامعه ایرانی، چی به فارسی میگیم مشت نمونه خروار. بنابراین اپوزیسیون مانند بقیه هممیهنانمون زاییده فرهنگمونه با تمام مشخصات مثبت و منفیش. اپوزیسیون طی 40 سال گذشته 40 سازمان و تشکیلات و حزب وجود آورده، ولی همیشه با انشعاب و شکست و ناکامی روبرو شده، چون مشکلات اصلی اپوزیسیون و ناکامی های تکراریش پیش از آن که یک مشکل سیاسی و عقیدتی باشه
یه مشکل فرهنگیه. من نمیدونم چرا پذیرش این که ما با کاستی های فرهنگی روبرو هستیم برای بعضی ها اینقدر مشکله. شاید علتش اون توهم هنر نزد ایرانیان است و بسته. باید بدونیم هممون بدون استثناء زاییده فرهنگیم، هممون از درون اون جامعه بیرون اومدیم، با اون فرهنگ بزرگ شدیم. برخی از این کاستی ها که اپوزیسیونو پیلوار در خودش پیچیده، خود بزرگ بینی، خود شیفتگی و خود محوریه که دست در دست هم باعث جنون مطرح بودن شده. اولا نگاه کنید که هر کدوم از این صفات به تنهایی تخریبی و بازدارنده است، ولی وای به روزی که با هم باشن که باعث فاجعه شکست و ناکامی مخالفان رژیم شده. پدیده ارجعیت‌های منافع شخصی بر منافع جمعی و ملی و جنون مطرح بودن که بخشی از کمبود هامونه در هممون به درجات متفاوت وجود. هرچه این خودبینی، خود بزرگبینی بیشتر و خودشیفتگی شدیدتر باشه، شدت و حدت این بیماری در ما بیشتر. در این رابطه اینجا براتون یه چیزی رو از CIA میخونم. توی اسناد فاش شده 28 مرداد CIA نوشته، این توی گیومه است، دارم این جمله رو براتون میخونم: جاه طلبی و خودشیفتگی آیت الله کاشانی همراه با پول پرستی و شهوت جنون‌آمیزش به مطرح بودن، او را بهترین کاندید برای همکاری در پروژه براندازی دولت مصدق کرد. کرمت روزولت، رئیس عملیات آژاکس، می نویسه، این همجوری خدمتتون گفتم تو گیوم است، انگلیسی ها می گفتن تعداد قابل ملاحظه ای از شخصیت های مهم و کلیدی در ایران دارند، ولی می خواهند با عامل اصلیشان شاه کار کنند، زیرا با او رابطه تنگاتنگی دارند. آنها در رابطه با ارتش و ملاها و همکاری با آنان بسیار خوشبین بودند. اینجا جالبه، میگه به همان شدت در رابطه با دانشگاه و دانشجویان بدبین. روزولت می نویسه شخص شاه نه با جبهه ملی مصدق موافق بود و نه ملی کردن صنعت نفت را به نفع ایران می دانست. این آخر گیوم است. ببینید پاسخ چرا اپوزیسیون نتونسته جمهوری اسلامی رو برکنار کنه تو این دوتا دلیل که الان مرور کردیم. یعنی اولیش اینه که اپوزیسیون یه گروه همراه هندیش نیست، دوم این که گرفتار کاستی های فرهنگیه. سپاسگزارم. بسیار ممنونم. من لینک اون ویدیو و لینک ویدیوهای برنامه های اندیشکده رو روی فیسبوک گذاشتم. از دوستان میخوام که هر وقت وقت کردن نگاه کنن، چون اون ویدیوهای کوتاهی که دوستان و شما زحمت کشید مخصوصا خیلی آموزنده و خوبه، من از اونا یاد میگیرم. برای گرد هم آوردن یک گروه هماهنگ، چون شما بیشتر روی ناهماهنگی داشتید تاکید میکردید، برای گرد هم آوردن یک گروه هماهنگ و همراه از مخالفان رژیم فقاهتی چه باید کرد؟ سپاسگزارم. ببینین فکر کنم با اشاره به این موضوعی که میخوام الان خدمتتون بگم مسئله خود آسان‌تر میشه بازش کرد. میدونین که چند وقت پیش رضا پهلوی پیام اتحاد و اتفاق داد، من پاسخ دادم به ایشون که هممون دم از اتحاد و اتفاق میزنیم، ولی به قول زنده یاد محمد مختاری، این تو گیوم است مال مختاریه، مقصودمان پیروی دیگران از ماست.
بعد به ایشون گفتم برای اینکه این اتحاد و اتفاقی که شما میگی معنی و مفهوم پیدا کنه و مانند چهار دهه گذشته تنها حرف و شعار نباشه، نخست باید این اتحاد و اتفاق در بین پشتیبانان خودش یعنی سلطنت طلبا به وجود بیاد، زیرا چنانچه قادر نیست و نمیتونه پشتیبانان خودش رو متحد و همراه کنه، چگونه میخواد گروه های سیاسی با دیدهای گوناگون، فرض کنین از طیف های مختلف چپ تا گروه های افراطی مذهبی، گروه های یبودگرا، گروه های فرقه‌ای، جدایی طلب، جمهوری خواه، ملیگرا و چندین دید و باور دیگر رو با هم اتحاد و اتفاق و همراه کنه. این به نظر من این پیشنهاد در زمین که من به ایشون کردم، من این پیشنهاد رو میگم شامل حال ما جمهوری خواهان هم هست، یعنی ما فقط نسخه نمی پیچیم و این چیزی که باید خودمونم انجام بدیم، منظورم نسخه نمی نویسیم. و اما ده ها گروه و سازمان و تشکیلات جمهوری دموکراتیک وجود داره، در صورتی که جمهوری دموکراتیک و لایک یعنی دید و باور مشترک، پس چرا نمیتونن توی جبهه کنار هم باشن؟ پاسخ باز دوباره در چارچوب کاستی های فرهنگیه. این که جمهوری خواهان دموکراتیک لایک با یک دید و باور مشترک نتونستن توی جبهه قرار بگیرن، فرهنگی بودن مشکل رو به نمایش میذاره. یعنی مشکل اصلی جمهوری خواهان مشکل سیاسی عقیدتی نیست، بلکه مشکل فرهنگیه، یعنی گرفتار برخی از کاستی های مثل خودبزرگبینی، خودشیفتگی و خودمحوریه، شاید گرفتار جنون مطرح بودنه و احیانا منافع شخصی رو بر منافع جمعی و ملی ارجع دونستن. با این در این چارچوب چی کار باید کرد که همسازی و همکاری اپوزیسیون انجام بشه؟ یعنی دارم اینجا به قول آخوندا ذکر مصیبت نیست، میخوایم راه حلم پیدا کنیم. همکاری و همسازی اپوزیسیون، اگه داریم به کل اپوزیسیون نگاه میکنیم، خیلی واضح این یه توهمه، اصلا امکان پذیر نیست، زیرا این همکاری و همسازی اپوزیسیون یعنی همه با هم، همسازی و همکاری تنها در بین هماندیشان میتونه به نتیجه برسه. همه با هم فریبی بیش نیست، همه با هم یعنی سازش. این مسئله همه با هم من فکر کنم یک بار دربارهش گفتگو کردیم، یعنی هر کسی با هر دید و باوری دور میز بشینه، مثل یه سلطنت طلب با جمهوری خواه، حزب اللهی با شاه اللهی، جدایی طلب با ملیگرا، بدون در نظر گرفتن خواست مردم، نیازهای جامعه و استقلال و تمامیت ارضی ایران، یعنی به جای کبوتر با کبوتر باز با باز، سیستم شترگاه پلنگی. پدیده همه با هم یه توهمه، یه نوع خودفریبیه و نه تنها راه نجات نیست، بلکه تلاشی بیهوده و بی‌ثمره که به بن‌بست ختم میشه. ما واقعیت اینه که وقتی در مورد اتحاد و اتفاق صحبت میکنیم به نظر منطقی میاد، ولی همین اتحاد و اتفاقی که ما هی سینه میزنیم یکی از دلایل اصلی انشعاب ها و ناکامی ها و شکست هاست، چه در جنبش های 100 سال گذشته میهنمون مثل انقلاب مشروطیت، جنبش ملی شدن صنعت نفت و انقلاب مردمی 57، و چه در اپوزیسیون که طی 4 دهه گذشته بارها و بارها شخصیت ها و گروه های مختلف با ایده های متفاوت و واقعا با خلوص نیت
برای ایجاد تشکل‌های سیاسی و گرد هم آوردن آزادی‌خواهان تلاش کردند. این تلاش‌ها با توهم همه با هم یکی پس از دیگری دیر یا زود با انشعاب و تفرقه و ناکامی روبرو شده و در پایان صحنه مبارزه رو ترک کرده. همسازی و همکاری نیاز به زمینه سازی داره. در این راستا نقش و مسئولیت کنشگران راستین در اعتماد سازی و اطمینان آفرینی در بین خودشون و سپس در بین مردمه. جمهوری خواهان دموکراتیک و لایق ایران برای ایجاد رابطه بین هماندیشان باید تکلیف خودشون رو در مورد با هم بودن و همراه بودن مشخص کنن. به جای رقابت باید هوای همدیگر رو داشته باشن، هوشمندانه از مواضع یکدیگر دفاع کنن، هر گونه دستبندی و بانسازی و تفرقه اندازی رو در بین جمهوری خواهان دموکراتیک نه تنها نپذیرن بلکه محکوم کنن. اشخاصی که پشت سر دیگران حرف میزنن اینو واقعا نباید دست کم گرفت، باید متوقف کنن، اجازه ندن شایع پراکنان و سمپاشا بینشون بی‌اعتمادی و تفرقه اندازی کنه. فراموش نکنیم که بهترین فرزندان ایران آماج تهمت و توهین و شایعات بودند. مصدق، حسین فاطمی، خلیل ملکی، شاپور بختیار، لیست در طول و دراز. اما اینجا میرسیم به موضوع رهبر و رهبری. امیدوارم که دارین توجه میکنه به این موضوع. در درجه نخست رهبر باید منتخب مردم باشه، وگرنه رهبر نیست، شاه و امامه. در درجه دوم انتخاب رهبر به وسیله ما از مسائلی که همیشه باعث بروز کدورت و انشعابه. به جای رهبر میتونیم یک شورای راهبری انتخاب کنیم. فراموش نکنید که راهبر یه راهنماست، یه معلمه، یه مدیره. موضوع بعدی آلترناتیو سازیه. باید هوشمندانه با اون مقابله مبارزه کنیم. هممون با احمد شلبی و حمید کارزای آشنایی داریم. باید عوامل بیگانه و وابسته رو بیرودرواسی و بیپروا افشا کرد. باید بدونیم که آمریکا و اسرائیل و کشورهای دیگه تنها به دنبال منافع خودشونن و ایرانیان گمراه و جاه طلب و کسانی که به جنون مطرح بودن مبتلا هستن در تلاشن که همینطور که پیش از این فکر کنم حداقل یکی دو بار اینو گفتم، میخوان گنجیشک رو رنگ کنن به جای قناری به ملت ایران بفروشن، مانند فرشگرد، کنفرانس ورشو، پروژه ققنوس که با عوام فریبی و شعبده بازی میخواستن سلطنت رو دوباره سازی کنن. همسازی و همکاری نیاز به زمینه سازی داره. سپاسگزارم. ممنونم از شما. قبل از اینکه آخرین سوالمو بپرسم اجازه بدید از دوستان تشکر کنم، چون شما در مورد رهبری صحبت کردید. آقای اکبری سوال کردن که فقدان رهبری چه نقشی بازی میکنه. سال 57 دیدیم که چپ و راست و مذهبی متفق شدن و حکومت شاه را برانداختن، چیزی که کسی هم فکرش را نمی کردن. اجازه بدید من یکی دو تا از نوشته‌های دوستان رو بخونم، بعد شما همه رو یا با هم پاسخ بدید یا ازشون تشکر کنیم. از خانم شیرازی تشکر میکنم که نوشتن: گرامی آقای لادن، شما این همه معلومات و دانش را که به درستی و صحیح بیانش میفرمایید در کجای سیستم از مغزتان جا میدهید؟ واقعا مات و مبهوت هستم از این همه دانشتان، چون شما بیاناتتان از همه هم از این همه دانش زیباست و هم واضح. ضمناً ایشون گفتن که ای کاش می توانستم شاگرد شما می بودم. من میخوام به ایشون بگم که این اطلاعاتی رو که من در حین برنامه نشون میدم راه خوبیه که شما تماس بگیرید هم با آقای لادن هم با دوستانشون در اندیشکده، و من در یکی از جلساتشون حضور داشتم که مثل
یک کلاسه ولی خیلی دوستانه و آدم خیلی یاد میگیره و همه هم اونجا حق صحبت دارن و این کار خیلی زیبا و پسندیده‌ای بود. آقای نیساری نوشتن که با درود به شما و مهمان گرامی، مشکل اتحاد و داشتن یک گروه همشکل نیست، بلکه ائتلاف در احترام به حق و حقوق مردم است و اینکه دیگران هم حق آزادی بیان و اندیشه و منافع برابر داشته باشند. ضمن اینکه من با ایشون موافقم، ولی برمیگردیم به این سوال چه باید کرد که من اینجا برای شما نوشتم، شما و اندیشکده برای عملی شدن چنین برنامه‌ای آیا پیشنهادی دارید آقای لادن؟ حتما اگه اجازه بدین یه اشاره بکنیم به دوستامون که لطف کردن دیدشون و پرسششون رو نوشتن. فکر کنم نفر اول جناب اکبری بودن که گفتن که مشکل نظر میخوام انقلاب مردمی 57 نداشتن رهبری بود. من یه جور دیگه به اون نگاه میکنم. مشکل اصلی انقلاب 57 یه مقداری مشکل شترگاه پلنگی بود، برای اینکه اگه خاطرتون باشه ما نمیدونستیم چی میخوایم، میدونستیم چی نمیخوایم، یعنی میگفتیم شاه بره هر کی بیاد بهتره. این یکی از اون واقعا مسائل فاجعه آوره. ما میخواستیم یه چیز رو حذف کنیم ولی براش جایگزین نداشتیم. این بار تمام مسئله اگه خاطرتون باشه حداقل 2 سال در این مورد با هم گفتگو داشتیم که باید یک برنامه مشخص شفاف جایگزینی وجود داشته باشه، چارچوب و همه داده ها و مشکلاتش مشخص باشه. برحال من فکر کنم مشکل نه عدم وجود برنامه جایگزینی بود که مردم بدونن چیه و دورش متحد بشن. و اما خانم شیرازی واقعا لطف دارن و منو خیلی خیلی خوشحال کردین و 100% اگر علاقه من باشین برای اینکه اون آموخته هامونو با هم دیگه به اشتراک بذاریم، هم میتونین مستقیم با اندیشکده تماس بگیرین، هم با ایمیل من، و من 100% با تمام وجودم در اون راه حرکت میکنم، بهتون قول میدم. و جناب نیساری اشاره کردن که مشکل اتحاد و اتفاق نیست و عدم احترام به حقوق و حق دیگرانه، اون هم یکی از مسائل اصلی و مشکلاتیه که ما داریم. و فکر کنم آقای زندیاد محمد مختاری در این مورد بسیار بسیار زیبا میگه که ما چجوری ادعا میکنیم که میخوایم با هم باشیم ولی تحمل همدیگر رو نداریم. در حتی یه جمله جالبی داره، میگه که با کوچکترین مسئلهی خط بطلان میکشیم به هستی دیگران. اینه که من با این گفته شما همراه هستم. و اما پرسشی که مطرح کردین، گفتین که چه گامهای پیشنهادی ما داریم. من اتفاقا اندیشکده یه گامهای پیشنهادی داره که میخوام به ترتیب اینا رو براتون بیان کنم. اولش اینه که باید یک جبهه جمهوری دموکراتیک لایک به وجود بیاد برای کسانی که در این چارچوب باور دارن. و دومیش زمینه سازیه. زمینه سازی پس از اینکه این جبهه تشکیل شد، مهمترین مسئولیت و وظیفه جبهه است. و این زمینه سازی رو واقعا دست کم نباید گرفت. اول کاری که میخوایم بکنیم در زمینی که داریم زمینه سازی میکنیم، میخوایم رژیم فقاهتی رو افشا و رسوا کنیم، ولی نه با شعار، برای اینکه بتونیم اعتماد و اعتماد سازی کنیم و اطمینان آفرینی بکنیم و مردم به گفته هامون توجه داشته باشن، باید این رسوا کردن بر اساس اسناد و مدارک باشه و چهره فاسد ضد انسانی رژیم رو به نمایش بذاریم.
گام بعدی شهروندسازی و تشکیل انجمنهای شهروندی. مهمترین بخش زمین سازی همینه. ببینید 150 سال پیش برخی از نخبگان میهنمون در تلاش بودند که به قول خودشون، این جمله اوناست، باید سعی کرد افراد ملت عالم شوند. آگاه که شدند دیگر هرگز زیر بار ظلم و استبداد نخواهند رفت. پس کاری بکنید ملت عالم شود، کاری بکنید ملت معنی شرافت را بداند. خب ببینید 150 سال پیش بعضی از هم میهنانمون اینو درک کرده بودن که ما باید زمینه رو بسازیم و زمینه سازی رو در به وجود آوردن شهروند. وقتی میگن بعد ملت عالم شود یعنی شهروند بشه، یعنی که تا مادامی که شما ما به صورت ملت نمیدونیم، آگاه نیستیم، رعیت و امتی، ولی وقتی آگاهی پیدا بکنیم میشیم شهروند. 150 سال پیش داره این پیشنهاد میکنه. بعد ما میخواییم شهروند بسازیم تا مردم بیاموزن و بدانن که صاحبان اصلی این آب و خاک از حقوق انسانی و شهروندی برخوردارن، بدانن که شهروند راستین از حقوق هممیهنانش دفاع میکند. اینجا فکر کنم یه اشاره به گفته جناب نیساری، یعنی ما نه تنها باید احترام قائل باشیم، باید دفاع کنیم. شهروندان هوای همدیگر رو دارن. من بارها دیدم و واقعا تمام وجودم درد میگیره وقتی میبینم که چهار تا از این لباس شخصی ها یا نظامی ها یه نفر رو میگیرن هم میزنن و حمله میکنن، بقیه هم دارن تماشا میکنن. ما باید هوای همدیگر رو داشته باشیم. اگه وقتی چهار تا لباس شخصی و نظامی دارن یه نفر رو میزنن، 40 نفر حمله کنن به جای یه نفر، اینا در میرن دیگه، نمیتونن. یعنی نمیگم، من پیشنهاد نمیکنم بریم این کار رو بکنیم، چون من اینجا هستم، حق ندارم چنین پیشنهادی بکنم، ولی شخصا دردم میاد که ما هوای همو نداریم. این شهروندسازی برای اینکه اینجا خیلی مهم، بعد مردم بدونن این مالکیت، یعنی صاحبای اصلی ایران هستن و شهروند بودن مسئولیت و وظایفی رو به یدک میکشه. دوتاش خیلی مهمه. اولیش، شهروند باید در تعیین سرنوشت خودش و آینده میهنش نقش پویا داشته باشه. دوم، طی دوران گذار، طی دوران گذار مثل یه پله از حکومت فعلی تا حکومت آینده ایران، به این میگیم دوران گذار. طی دوران گذار این شهروند و انجمنهای شهروندی وظیفه‌شون اینه که در امور اداره هر محل و منطقه خودشون شرکت کنن و نظارت داشته باشن، ولی با هماهنگی شورای راهبری، یعنی میخوایم همه چیمون تو یک مسیر باشه. پس از اینکه میرسیم به این مرحله، جبهه جمهوری دموکراتیک و لایق ایران در اینجا باید مشروعیت مردمی خودش رو به نمایش بذاره، اگر نه فقط یه دونه اپوزیسیونه. اونو چجوری به نمایش میذاره؟ از طریق اعتصابات و اعتراضهای گسترده مدنی در کشور، و اینو وقتی در تمام دنیا به نمایش میذاره از مشروعیت برخوردار میشه. و من بهتون قول میدم در اون موقع است که خیلی از کشورها اونو میپذیرن و میتونه به موقع بره در ایران و با کمک مردم مسائل رو راهبری کنه. سپاسگزارم. ممنونم از شما. آقای سعید کاوسی هم طبق معمول اعتراض میکنه و میگه که این رژیم رژیمی ایرانی است و 2000 سال همین سیستم بوده و هست. آقای لادن، چون من شما در آمریکا هستیم و انتخابات 10 روز قبل انجام شد و میبینیم و انتظار هم داشتیم که ترامپ یه همچین کاری انجام بده،
نظر شما درباره انتخابات و اینکه هنوز ادامه داره، که به نظر من درسته، اینم حق داره که شکایت کنه، ولی مسخرگی کارش اینه که میگه اونجایی که من برنده شدم کارشون درسته، اونجایی که من بازنده شدم تقلب شده، تا امروز هم نتونسته یک کیس چیز به اصطلاح مریت داشته باشه بیاره و اینها. کلا نظر شما درباره انتخابات چیه؟ من در زمینی که حرف شما کاملا درست و منطقیه و واقعا داره همین مسئله که شما اشاره کردین هر روز اتفاق میفته، من دارم بهش از یک دید دیگری نگاه میکنم که ربط داره به ما، به میهنمون. اون این که شما نگاه کنین، وقتی یه نفر پژوهشگر آمریکایی یه کتابی داره که ملت گوسفند، و این آقا تو کتابش می نویسه جهل، منظورش نادانی یا به قول من کمدانی، که ناخدا شد، سرنشینان باید در انتظار عاقبت شومی باشند. الان در آمریکا جهل ناخداست، یک آدم کمدان، شارلاتان، خودشیفته، خودمحور که فقط و فقط دنبال منافع خودشه، نه آمریکا براش معنی داره، نه آمریکایی، نه دموکراسی، هیچ. این آخوندهای حاکم در ایران، یک چنین شخصی الان افسار حکومت دستش، و بعد از اینکه انتخاباتو باخت داره چند تا از مقام ها و منصب های کلیدی رو داره از کارشون اخراج میکنه، و آدم هایی که تو آمریکا بهشون میگن yes man، یعنی کسانی که هر چی شما بگی میگه بله، هر چی شما بفرمایی همونه، بله قربان، این ما تو ایران میگوتیم بله قربان، داره آدم های بله قربان رو میذاره در کارهای اساسی و کلیدی شورای امنیت آمریکا، وزارت دفاع، سازمان های اطلاعاتی. این ببینیم که یعنی چی؟ یعنی اینکه خیلی آسون میتونه یک عملیاتی رو انجام بده که قبل از اون اشخاصی که اشخاص حرفه‌ای و درست بودن قبول نمی کردن هر چیزی رو، ولی الان با بودن اونها در سر کارها هر غلطی میتونه بکنه. ببینیم منظور از این هر غلطی چی هست. فراموش نکنیم که ایران هم دشمن داره که میخوان یه جوری بریزنش به هم. اگه یادتون باشه یه دفعه راجع به این صحبت کردیم که 50 سال پیش برنامه ریختن که چه جوری ایران رو لبنانیزه کنن، یعنی تیکه تیکه کنن. کسانی که الان دوتا کشوری که واقعا با تمام قدرت و فرصت میخوان این کارو بکنن، اسرائیل و عربستان. عربستان هم که میگیم دو سه تا شریک داره مثل امارات و از این حرف، و دوتا دیگه ابرقدرت هستن که اونا هدفشون نابودی ایران نیست، ولی هدفشون درگیری آمریکاست. میخوان آمریکا رو پاشو بند بکنن تو گل. وقتی به این چهار تا کشور، به این چهار تا پدیده نگاه میکنیم، میتونه خطرناک باشه. بعد امیدوار باشیم که هر چی زودتر جمهوری خواهان افسار این ترامپ رو بگیرن و نذارن کاری بکنه، وگرنه میتونه خطرناک باشه. بسیار ممنونم از شما دوستان عزیز. من روی به اصطلاح فیسبوک آدرس اینترنت و وبسایت اندیشکده رو نوشتم و اون راه های تماس و ارتباط رو هم الان باز بهتون یه بار نشون میدم. میتونید مستقیما با خود آقای لادن یا دوستان ایشون در اندیشکده تماس بگیرید. از یکایک شما دوستان ممنون، از ایشون هم ممنون هستم. اگر باز هم صحبتی دارید بفرمایید آقای لادن، اگر نه از شما خداحافظی کنیم و امیدوار باشیم در برنامه‌های آینده شما رو داشته باشیم. امیدوار باشیم تا اون موقع نتایج انتخابات هم معلوم شده باشه و آمریکا و دنیا روزهای بهتری رو بتونن شاهد باشن.
واقعا فقط یه اشاره کوچیک، شما اشاره کردین به گفتگوی من با یه گروه جمهوری خواه روز دوشنبه گذشته. من مطالب و امروز در چارچوب اون مطالب آوردم اینجا که خاطر جمع باشم، اولا تکرار میشه، دوما بیننده های شما باهاش آشنا بشن. اینی که چه اون ویدیو رو ببینن چه نبینن، بیشتر اون مطالب رو من اینجا براتون بیان کردم. در رابطه با انتخابات من فکر کنم شما و من و دوستانی که اینجا هستن و 300 میلیون آمریکایی هم امید و آرزوشون اینه که زودتر به نتیجه برسه. سپاسگزارم، آخر هفته خوبی رو برای همه آرزو میکنم. خیلی ممنون، ما هم برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. خیلی ممنون که با ما بودی. سپاسگزارم. مرسی. خب دوستان عزیز، با آقای امیرحسین لادن بودیم و این ویدیو تا ساعت دیگه به از طریق یوتیوب به اصطلاح پست میشه و شما میتونید در هر ساعتی از شبانه روز تماشا کنید و اگر سوالی یا نظری دارید مطرح کنید. ضمن اون کتابی هم که من بهتون گفتم این هست، خدا سالاری و درماندگی، که فکر کنم لینکش روی وبسایت اندیشکده.net هم هست. و از آقای کاووسی هم ممنونم. کاووسی جان بیا یه برنامه خودت بذار صحبت کن، چون نوع صحبت‌های شما و انتقادایی رو که می‌کنی همه بینندگان نمیتونن تحمل کنن. بیننده خاص خودش رو میخواد و وقت بذار دیگه، هفته ربع ساعت نیم ساعت هر جا که نشستی راحت هستی، نه مثل اون برنامه آقای مرتضوی افتضاح بود از تو ماشین، بشین یه ویدیو پر کن بفرست بذار روی یوتیوب، ما هم اینجا نشون میدیم و مطمئنم دوستان باهات تماس میگیرن. من ممنونم از دوستانی که با ما بودن، ازشون خواهش میکنم این برنامه رو با دوستان خودشون هم در میون بذارن. بهتون گفتم به دلیل اینکه صفحه یوتیوب آقای حسن ارشاد رو بستن، اون ویدیویی رو که من میخواستم بردارم برداشته شده، نمیتونیم دانلود کنیم. فعلا ویدیوی هفته قبلشون رو میذارم، تا به زودی ویدیوی جدیدشون رو از روی فیسبوک بردارم و فیسبوک ایشون رو هم روی صفحه فیسبوک خودمون قرار میدم تا بتونید با ایشون در تماس باشید. امیدوارم به زودی بتونیم یه برنامه گفت و شنود زنده هم با ایشون داشته باشیم. ضمناً آقای سعیدی هم هفته آینده یا به صورت حضوری در برنامه من هستن یا در برنامه خودشون یا به صورت ویدیو از قبل ضبط شده با شما در تماس خواهند بود. من خودم وقتی نگاه میکنم، مثلا خب کوبایی ها اومدن آمریکا و اونها هم اقداماتی انجام دادن، نمیدونم که هیچ وقت برنامهشون این بوده که مثلا به عنوان دوره گذار. اتفاقا سعید لطف کرده بود اینجا نوشته بود اگه اشتباه نکنم که آیا شما، اینم میخواستم بخونم یادم رفت، که آیا شما برنامه ای دارید برای اینکه به اصطلاح مثل آخوندا که دولتشون رو تشکیل داده بودن و اینها، و نمیدونم، من نمیدونم چند تا حکومت رو میتونیم بگیم در دنیا که از بین رفتن، چند تا حکومت رو بگیم که ناراضی‌هاش رفتن یک کشور دیگه به صورت اپوزیسیون، تونستن از خارج از کشور براندازی کنن، دولت تعیین کنن، ولی درباره خودمون میبینیم که تا امروز ناموفق بوده به هر دلیلی، حالا توافق ندارن، نمیتونن با هم ائتلاف کنن، به هر دلیلی تا امروز نداشتیم یه گروهی، ببخشید اینو میگم، انقدر پدر سوخته نبودن که بتونن همه رو دور خودشون جمع کنن، همونجوری که آقای خمینی با اون زبان ساده همه با هم همه رو فریب داد، بعدم خودش گفت خب ما توطئه، نه یه چیز دیگه گفت، بله یه چیزی، یعنی ما به اصطلاح کلک زدیم. خب از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. این برنامه هر روز پخش میشه تا برنامه آینده. کانون آوا برنامه داشته تا هفته آینده هر روز پخش میشه.
برنامه های آقای ارشاد هم پخش میشه، شما هم اگه برنامه داشته باشید هر روز پخش میشه. تلویزیون مردم بهترین جایی هست که شما میتونید برنامه داشته باشید. دلیلش هم بهتون گفتم، شما بله امروز میتونید برنامه رو روشن کنید، با فیسبوک برنامه زنده بذارید، روی یوتیوب برنامه زنده بذارید، ولی خودتون هستین و دوستانتون. ولی تلویزیون مردم بعد از 17 سال که اولین تلویزیون اینترنتی بوده، بالاخره چند نفر رو دور خودش جمع کرده و شما مثل بیزینسه، شما میتونی بری یه جایی یه زمین بخری بسازی مغازه باز کنی، میتونی بری یه جایی که زمین رو خریدن و مغازه ساختن مغازه اجاره کنی، میتونی بری یه جایی که سالها مغازه داشته مشتری داشته اونجا چیز کنی، هر کدومش هم یه نرخی داره. در اصل اینجا انقدر نرخش کمه که مثل همینی که خودتون برید اصلا از خونه خودتون برنامه بذارید. بارها گفتم شما اگر کاغذ هم چاپ کنید که دونه 3 سنت در آمریکا، 1000 تاشو بخوای چاپ کنی میشه 30 دلار و اینو بخوای بدی به یه نفر بره برات پخش کنه کلی وقت میگیره، آخرش هم اون خسته میشه همه میرزه توی جو آب. ما این کار برای شما انجام میدیم، برای ما خیلی سخت نیست، برای شما هم سخت نیست، تنها سختیش اینی که یه مقداری باید گفت هر که از پول بگذرد از پول گذشت. مرسی که با ما بودید، این برنامه رو باز هم به اصطلاح پی میگیریم، هم به صورت بازپخش هم به صورت برنامه های زنده. روز روزگار بر شما خوش.